وای صدای ما تو یوتیوب قطع بود. خب از اول دوباره باید فکر کنم که این تیکه رو بریم. با سلام خدمت دوستان یوتیوبی، معذرت میخوام دوستانی که در یوتیوب بارو میبینن، از این لحظه فکر کنم صدای ما هم باشه در یوتیوب. خیلی خوب، من اولا که قبل از اینکه شروع بکنم، من یه پستی توی اینستاگرام گذاشته بودم، دوستان شاید دیده باشن، با مزه بود. یه کتابی من اینجا دارم، اسم کتاب هست Reason and Religion، مال یه فیلسوفیست به نام هرمن فیلیپس. خیلی کتاب با مزه. من شروع کردم، حالا با مزه از این منظر با مزه که من کتابو نخوندم، ولی با مزه بودنش جالبه. من فصل اول شروع کردم خوندنم در مورد تاریخ سرمایه گذاریه و بعد قوانین اساسی آمریکا. رفتم فصل بعد دیدم همینطور داره ادامه میده، در مورد تاریخ بانکداری و نمیدونم تغییر مسئله شعر و سهام. و رفتم جلوتر دیدم در مورد رسیدیم به بیت کوین و ارز مجازی، و من همینجوری مونده بودم آخه این بالاخره کجای این کتاب آقای فلیپس قرار در مورد خدا حرف بزنه؟ یه جا در مورد خدا اصلا اسم خدا نیومده بود. من گفتم آخه مگه میشه خدا، یا پس چرا اسم تو در اینجا نیست؟ مگه تای کتاب خوندم دیدم نوشته که اصلا نوشته آقا this book concerns two interrelated topics. First, how probable is God's existence؟ و دومیش چقدر در مورد دین. من گفتم آقا داره میگه احتمال وجود خدا چقدره. بعد رفتم توی ایندکس، دوستان میدونن تای کتاب یه ایندکسی هست همیشه که کلمه ها رو میتونید سرچ کنید. رفتم دیدم جی او رو دیدم، نوشتم گولد استاندارد داره، گولد استاندارد داره، گولد اسپایک داره، گولد شتین داره، گوگل داره، ولی گاد نداره. من گفتم آخه مگه میشه کتاب در مورد، رفتم صفحه اول نگاه کردم دیدم A History of Financial Technology and Regulation روی کتاب. خب حالا اینش مهم نیست، اشتباه چاپ شده، دوباره برام فرستادن کتاب دومی، دوباره باز همینش اشتباه. خب ولی بعد از یکی دو ساعت که من فهمیدم اینه، اولا که خب عصبی شدم که آقا چرا من بعد انقدر گیر، این چه مسخره بازیه چه کتابیه؟ کمبریج پرس اینش به کنار. ولی خیلی بامزه بود. آقا دیدم در کل تاریخ فایننس که قراره گفته، تاریخ فایننس گفته شده، یک بار کلمه خدا نیومده. یعنی چی؟ یعنی آقا در فایننس خدا حضور نداره. شما هر کتاب فیزیکی هم اینجا ورداری، هر کتاب شیمی ورداری، هر کتاب نمیدونم این کتابا، هر کتابی در باب یک چیز جدی در باب اینجا ورداری، تو ایندکسش یه بار کلمه خدا نیست. و توی اینستاگرام نوشتم آقا اگر در کل تاریخ فایننس یک بار کلمه خدا نداره، پس شاید واقعا خدایی هم نیست. خیلی از بچه‌ها اینو به عنوان یک آرگومنت برای بر ضد خدا احتمالاً می‌خواستن کسی که این کتاب رو خوندن همین نتیجه رو بگیره. آره برهان ایفیستی. این از این. یک دیبیتی ما داشتیم چند روز پیش با جناب دکتر عبدالکریمی که هست روی یوتیوب، من دوستان دیدن خیلی هم زیاد دیده شده، خیلی جالب بود به نظر من، جز بهترین دیبیت هایی بود که در فضای فارسی زبان تا حالا در باب خدا باوری اتفاق افتاده. ولی موضوع اندکی ببخشید سر صدای صندلی میاد، موضوع اندکی آشفته بود به نظر من. و خب من اینجا مرسی جان سه تا بطری دارم. یه بطری دوستانی که الان نمیبینن بعدن تو یوتیوب میتونن نگاه کنن، این بطری که صداش میاد توش یه سری تاسای واقعیه، تاس واقعی. این یکی توش یه سری تاس متافیزیکیه، تاسای متافیزیکیه که دیده نمیشه، تاسهای متافیزیکی استعلایی بهش بگیم، یا ماورایی استعلایی، ترانسندنتال سوپرنچرال دایس. این یکی توش چی نیست، این یکی خالیه. حالا من اینا رو میگیرم یه ذره قاطی میکنم. خب ببخشید که سر صدا میاد. حالا به من بگو ببینم مرسد کدومش تاس متافیزیکی توشه، کدومش هیچی توش نیست. نمیدونم چرا، به خاطر اینکه تو این دوتا هیچی نیست. توش یکیش تاس متافیزیکیه، چطوری چی نیست؟ هیچ تظاهراتی وجود نداره براش دیگه، هیچ تفاوتی نداره در حقیقت. در حقیقت تو داری میگی آقا من فرق بین هیچی رو با تاس متافیزیکی نمیدونم استعلایی نمیتونم ببینم، نمیتونم دیتکتش کنم. در حقیقت داستان اینه که
اگر تو اینا مثلا تو یکیش حتی اکسیژن بود و تو یکی نبود، با اینکه دیده نمیشه ولی میشد اندازه‌گیری کرد. یعنی حداقل من گفتم خیلی خوب میبرمش تو آزمایشگاه ببینم توش چیه، درسته؟ ولی اگه قرار باشه تو هر جفتش هیچ چیزی نباشه که من بتونم دیتکتش کنم، اون موقع فرق تاس متافیزیکی و تاس متافیزیکی استعلایی اسمشو بذاریم با هیچ چیه، فرقش چیه؟ این نکته‌ایه که به نظرم توی اون دیبیت باید بهش بیشتر پرداخته میشه. حالا توی دیبیت بعدی در مورد صحبت کنیم که وجود، وقتی داریم در مورد وجود حرف میزنیم داریم در مورد چی حرف میزنیم. اگر قرار باشه یک چیزی وجود داشته باشه ولی به گونه‌ای وجود داشته باشه که هیچ تفاوتی با هیچی نداشته باشه، من از کجا میتونم بفهمم وجود داره؟ من الان یکی دارم میبینم، صداشو میشنویم، تعدادشو میبینیم، حالا میتونیم بعدن حدس بزنیم که چند تا توشه، ولی فرق این دوتا رو با هم من نمیفهمم. خب در حقیقت باید گفت منیفست باید بکنه خودشو، به قول انگلیسی باید خودشو نشون بده، بگونه منیفستیشنی باید داشته باشه، درسته؟ وقتی منیفست نمیکنه، حالا میشه گفت که آقا من از خدا میخوام ازم بهم یاری بکنه که بهم بگه کدوم یکی از اینا تاس متافیزیکی. بله، من میتونم بشینم بهم وحی بشه که ببینم کدومش تاس متافیزیکی توشه، کدومش هیچی توشه، ولی بازم دردی رو از من دوا نمیکنه، هیچ درد خاصی رو از ما دوا نمیکنه. حالا یه ذره صدا فکر کنم زیاده. خب این چیزی که داری میگی اینه که حداقل یک مدل سند بعد براش وجود داشته، یه تمایزی باید داشته باشه، درسته؟ یه تمایزی من فکر می‌کنم بین این با این باید باشه که من بتونم به یکیش بگم وجود، به یکیش بگم هیچی. وقتی تمایزی نیست، من دفعه که هر دوشش با هم قاطی میکنم، از کجا میتونم در مورد وجودش صحبت بکنم؟ این... آیا این تمایز حتما باید قابل اندازه‌گیری باشه؟ نه، شاید هم قابل اندازه‌گیری لازم نیست باشه، ولی به گونه‌ای به خودشو به من نشون بده، منیفست بکنه. میدونی الان ما نمیتونیم نیروی سیاه اندازه بگیریم دقیقاً، شاید حالا تا حدی الان چرا اندازش میتونیم بگیریم، ولی ممکنه من یه چیزی رو هنوز نتونم به عنوان کمیت اندازش بگیرم، ولی حداقل میتونم تاثیرشو ببینم، به یک جوری بفهمم این با این فرق داره. وقتی نمیتونم بفهمم چیکار باید بکنم؟ خب به هر حال وقتی ما در مورد قابل مشاهده بودن داریم صحبت میکنیم، یه به صورت مستقیم میتونیم اندازش بگیریم یا به صورت غیر مستقیم میتونیم اندازش بگیریم. هر دوش فرق نمیکنه، چه مستقیم چه غیر مستقیم، بازی فرقی هست. بازی فرقی میکنه. آره دیگه، بحث همینه. یعنی من میگم آقا من نمیتونم چیزی رو که وجود نداره با چیزی که وجود داره ولی کیفیت وجود دارنده ها رو نداره فرق بذارم. خب چه فرقی میکنه؟ یعنی یه چیزی که وجود نداره با چیزی که وجود داره ولی شبیه وجود ندارنده هاست، کیفیتش با وجود ندارنده ها یکیه. خب پس من فرق این دوتا با هم چیه؟ خب یعنی من میگم آقا تا وقتی خودشو منیفست نکنه به درد نمیخوره. پس دیگه نمیشه گفت آقا چیزی که وجود نداره، چیزی وجود ندارد، ولی یعنی من میتونم اگه اینطوری بریم جلو در حقیقت داریم میگیم آقا هر چیزی میتونه وجود داشته باشه. اینم من دارم میگم، چون من دارم میگم آقا تو این شما کجا میدونی تاس نیست؟ این توش تاسای متافیزیکیه، درسته؟ خب من میگم اون گوشه اتاقم پری دریایی متافیزیکیه، این پشت سر منم شلوکلم متافیزیکیه، هر چیزی ادعایی میتونه درست باشه، هر چیزی رو من میتونم بگم وجود داره. چه چیزی رو میتونم بگم وجود نداره؟ چی رو میتونیم بگیم وجود نداره؟ شما هر چی بگی وجود داره، میگه کجا چطور میتونیم من دیگه نیست وجود نداره، به صورت متافیزیکی حالا ماورایی وجود داره. نه خب یعنی در حقیقت وجود دیگه بی معنا میشه و غم انگیز بودن و یعنی چجوری بگم عجیب بودن و غم انگیز بودن داستان میدونی کجاست؟ اینکه من برای اینکه بخوام به دیگران نشون بدم که باورم درسته، باور به یه چیزی دارم، وجود رو بی معنا کنم. میدونی؟ یعنی من برای اینکه نمیتونم نشون بدم این تو تاس متافیزیکیه، مجبورم برم وجود رو یه چیز هپل هپوش بکنم که تو بتونم به تو بگم باورم به این چیزی که دارم درسته. در حالی که ما تو زندگی معمولی مگه این کارا میکنیم؟ من میرم تو خیابون، اگر چه میدونم میزنم، اولا من بگم این انالوجی که من دارم اینجا میکنم، یادم رفت که اولش بگم، ما داریم این یک انالوجی که تریسی هریس از انجمن ایفیست های آستین ارائه داد و با متلانتی ارائه دادن، خیلی جالب، خیلی بهتر از من تریسی هریس این ارائه داد، من دارم از او وام میگیرم، یه سری مثال های شبیه خودمونم میزنم، ولی به هر حال این یک مثالیست که اگه دوستان خواستن میتونید تریسی هریس رو سرچ بکنید، روی گوگل هست، این دمونستریشن ارائه داده. فرض بکنید که من تو خیابون را میرم،
یا دارم میخوام از خیابون رد بشم و هیچ ماشینی نمیاد، آیا من به این فکر میکنم که ممکنه ماشینای متافیزیکی دارن رد میشن که من نکنه ماشین من بزنه؟ نه، وقتی ببینم نیست رد میشم دیگه. یعنی ما جهان رو تو حالت عادی وقتی شما میرید خرید میکنید میاید، اگه کیسه خریدتون خالی باشه فکر میکنید نه چه خریدای متافیزیکی کردید، نه میگید آقا که پاره شده ریخته اون چیزایی که خریده بودن، درسته؟ یعنی ما هر لحظه تو زندگی عادیمون وجود رو داریم تست میکنیم، اندازه میگیریم، میبینیم، وجود رو میبینیم. اون چیزی که وجود داره اینجاست که به این خاطر که از این هیچه یک وجود میسازن و تعریفشون از وجود در واقع تحریف شده است، از اون چیزی که واقعا وجود هم داره ممکنه تعریفشون تحریف شده باشه. میدونی چی میگم؟ به این خاطر که تعریف گله گشاده که هر چیزی ممکنه توش جا برای اونا تازه ممکنه این وجود نداشته باشه، میگن آره اینا ممکنه میگن این مجازیه، این مجاز است، این حقیقته. ببین چقدر بدبختی. یعنی آخرش به جایی رسید زندگی دنیوی مجازی است و نمیدونم حقیقی نیست، زندگی اون دنیا که هیچ اوییدنسی هم براش وجود نداره حقیقی است. دقیقاً اینش جالبه و خنده داره که آخرش این واقعیه که داره صدا میده، این میشه مجاز، این میشه حقیقت. اینش جالبه. خب من یه سری یادداشت اینجا دارم، حالا بریم بعدی. ولی وجود معنا داره آقا، وجود یه معنایی داره. وقتی من برای وجود دارم حرف میزنم میخوام بی معنا بیهوده نیست. تنها راه ساده درکش هم اینه که ببینیم آقا کجا خودشو منیفست میکنه. این الان داره، این لیوان آب داره خودشو منیفست میکنه به من، دارم حسش میکنم، ازش میخورم، دارم میبینم، یه جوری منیفست میکنه خودشو به من. تاس ماورایی اینجا من نمیدونم چه جوری خودش داره به من منیفست میکنه. حالا بگذریم. خب از این رد بشیم. البته میخوای حس بزنی چند تا توشه، بریم بعدن حس بزنیم. فرض کنیم یه آزمایش دیگه با این بکنیم. خب من اینو میچرخونم، میریزمش. اصلا یه کار دیگه بکنیم، بگیم چند تا تاس این تو هست. به نظر چند تا هست؟ تو شماردی، تو میبینی چند تا؟ من میدونم چند تاست. فریست من یه تخمینی بزنم. میخوای تکونش بدم صداشو بشنوی؟ نه، اگه با چشم نبینم که صداش اصلا گوشای من. حدود چند تاست؟ بوی ترشی هم میده. از رو بوش میتونم بفهمم، ببینم اینم بو میده. پس خوب نشستم. اون بوی خیارشو میده، این بوی ترشی. پس میشه فهمید تاس متافیزیکی و هیچ با هم فرقش چیه. خب بس ببینم، این فکر میکنم چیزی حدود 45 تا 5، نه سب کن 35 تا 40 توش باشه. من میگم، میگی 40 تا، من میگم 150,000 تا. 150,000 تا که نمیشه. چرا نمیشه؟ به این خاطر که یه محدودیتی داره دیگه. تو یک تخمینی داری از میز، از سایز هر کدوم از این تاسا و حجم این شیشه. و اگر که یه تخمین نسبی بزنی میفهمی که آقا نمیشه ما یه چیزی همینجوری بگیم، یعنی نه دیگه نمیشه. به این خاطر عجیبه ها. آقا مگه تو همینجوری نگفتی چی؟ نه من همینجوری گفتم. من برام نگاه کردم دیدم اندازه تاسه چقدره، اندازه شیشه چقدره، به تخمینی زدم گفتم یه چیزی حدود 45 تا 50 تا 35 نه 35 تا 40. خب در حقیقت این حرفی که من زدم واقعا مهمل بود دیگه، 150,000 تا درست، یه چیزی پروندم. ولی یه فرق اینجا وجود داره دیگه. درسته که تو گفتی 40 تا، حالا این تاسا حدود 100 خورده ایه. خب جدی؟ نزدیک 100 تاست. خب حالا بعد میرسیم بهش. ولی تو آقا عددی که تو گفتی عقلانیه، درسته؟ حالا نمیگم تعداد چقدره، نزدیک عدد تو به اون چیزی که واقعیه. چرا؟ یعنی یه فرقی داره اینجا. من اون چیزی که من گفتم میدونیم غلطه دیگه، اونو میدونیم چقدر، میدونیم پرته. ولی اون عددی که تو گفتی نمیدونیم غلطه. این دوتا با هم فرق میکنه. ببین وقتی طرف میگه آقا بیگ بنگ از کجا به وجود اومده، میگیم که خدایی بوده از روی حسنش خلق کرده و از روی نمیدونم رحمتش خلق کرده. من دارم این چیز همه 150,000 تا رو دارم میگم، یه چیز پرتی دارم میریزم. ولی وقتی میگم آقا ممکنه که یه اتفاقی توی کوانتوم فلکچویشن افتاده، فیزیک هم اینو میگه، به نظر میاد که ممکنه مثلا یه ایان باشه، از یه ایانی به ایان دیگه رفتیم، یا اینکه مثلا زمان بی‌نهایت منفی بوده اومده رسید. یه مدل دارم بهت میدم، اون همون 45 تا است که تو داری میگی، درسته؟ یه ربطی به واقعیت داره. وقتی من همینجوری میپرونم میگم خدا درست کرده، فرق نمیکنه گفتم 150,000 تا. و نکتهش اینه که اون چیزی که تو میگی حداقل ممکنه درست باشه، قابل رد کردن، ولی 150,000 تای من
حتما قابل. اصلا از اولش مهمله، 100% قابل رد، یعنی تو اصلا میتونی بگی آقا پرت داری میگی. این هم یه نکته. این شبیه به فرضیه پردازی در علم هست. خب فرضیه پردازی در علم چجوری ما اصلا فرضیه پردازی میکنیم؟ یه سری اویدنس قبلی میام جمع میکنیم، بعد میبینیم که این اویدنس چی به ما نشون داده، یه تصویر کلی میگیریم، بعد میام بر اساس تمام اطلاعات قبلی یک فرضیه میدیم که نزدیک باشه به این. دقیقاً. مثلا اگر که شخص سردرد داره، نمیگیم به این خاطر که خدا بشکن زده یا خدا خواسته است که تو سردرد داری، احتمالاً یا فشار خونش بالاست یا میگرن داره یا چه میدونم قندش پایینه، هزار یک دلیل ممکنه. اونی که میگه خدا خواسته همونی که داره تاس متافیزیکی میبینه دیگه. دقیقاً. این حالا میشد یه استشن دیگه باش کرد، گفت میخواستی داروین نشون بدی چیکار کنیم؟ داروین نشون بدیم. خب بریزو میخوایی بره یه عدد من بگم. یه عدد تو بگم. شیش. عدد شیش. اوه اون همه شیش؟ یه عالمه شیش کش. اون دوربینی که از بالا نشون میده داشتیم. خب بیا بترش برسی اینجا که ببینه. خب حالا ما تاسا رو همه رو برای دوستانی که نمیبینن یوتیوب و تاسا رو همه رو ریختیم رو میز، بریا عدد 6 رو انتخاب کرده. خب 6 رو جدا کن. من تمام 6 رو میخوام جدا کنم. خب 6 این صدا احتمالا خیلی آزاردهندم هست دارم. 6 میذارش که من اصلا نمیخواد دو 6 بریزی. اینا 6. خب بعد میخوام چیکار کنی؟ بعد میخوام حالا بذار 6 رو جدا کنم، اینم جدا. خب دیگه نه. خب حالا اینا رو بقیهش رو باید بزنم تو شیشه. خب دوباره به هم بزنم. یکیشم افتاد. یکیشم افتاد. بیا خراب شد اکسپریمنت. نه اشکال نداره ولش کن. نه نه احتمالش میاد پایین. خب دوباره اینو من به هم میزنم، دوباره میزنم رو میز، اینو هی تکرار میکنم. چند تا شیش اومد همون شیشه تو رو انتخاب میکنیم. بریم دیگه. شیش میخواستیم انتخاب کنیم. آره. شیشه رو بریم. شیشه رو بریم. دوباره این دفعه دومه. نه دفعه دومه که ریختیم. خب و هی این عمل رو من تکرار میکنم، یه تعداد این تاسا کم و کم و کم تر. الان تقریبا با دو بار ریختن نصفش تقریبا شد. کم شد درسته؟ بس. نصفش شد. چند بار دیگه بریزیم و شیشه رو جدا کنیم؟ بگو خودت بگو. من نمیدونم چند بار دیگه، نمیدونم احتمالش رو که چند بار دیگه، ولی در نظر بگی که ته داستان دوتا میمونه. خب این عمل رو احتمالا N بار دیگه بعد انجام بدیم، ولی کاملا قابل، یعنی محتمل هست که با N بار انجام دادن دوباره شیش بیاد این دوتا. اونا هم بیاد تموم شه. آره. این چی میگه؟ به نظر من داره یه نمایش از فرجش. نمایش دقیق. که آقا بالاخره بعد از چند بار که تو تاس میریزی اون تعداد انتخاب مناسبی رو که میخوای برات میاد. در نهایت یه نست دو نست سه نست چهار نست ده نست. ما الان همینو ده بار بیست بار سی بار پنجاه بار دیگه برسیم تمام شیشه در اومده دیگه. حالا یه چیز احتیاج به چی هست؟ احتیاج به زمانه. زمانه دیگه. احتیاج به زمانه. حالا نکته جالبش اینه، فرض کنیم آخر یه دونه مونده، فرض کنیم همه رو مثلا تا حالا 50 بار ریختیم، همه این دفعه 50 همه، این تاس به ما چی میگه؟ خیلی تاس جالبیه. این تاسی که 50 بار ریخته شده، این تاس میگه خدا وجود دارد. دقیقاً این تاس داره میگه خدا وجود دارد. میدونی چرا؟ این تاس میگه آقا 50 بار منو ریختی و 6 نیومدم. میدونی احتمالش میشه چی؟ احتمال اینکه یک تاسی 50 بار بریخته بشه و 6 نیاد، میدونی یعنی چی؟ اگر ما این کارو بکنیم یکی از این تاسا با این احتمال در میاد، میشه یک دوم یا دقیقاً میشه نیم، ببخشید، یک دوم ضرب در یک دوم ضرب در یک دوم 50 بار. یعنی چی؟ یعنی یک روی دو به توان 50، یک عددی میشه تقریبا، بذارید حالا حسابش بکنیم، هشت ممیز 8 ضرب در 10 به توان منهای 16 یعنی 0 ممیز 15 تا 0 بعدش یه 8. میدونی چقدر این عدد کوچیکه؟ خیلی. ببخشید من نیم گرفتم، احتمالش، ببخشید احتمالش 1/6. خب احتمالش اصلا کمتر از اینه، من سکه گرفتم اینو، اگه این 1/6 احتمالش، یعنی 1/6 به توان 50. خب این چند بار طول کشیده تا 6 نیومده؟ البته بعد بشیم 5/6. حالا من دارم اشتباه حساب میگم 5/6، چون میتونست همه دیگراش رو بدون 6، یعنی 5/6 به توان 50، ولی یک عدد خیلی خیلی کوچیکه. پس این تاسه میگه آقا من با یک بین همه این تاسا برگزیدم، چون 50 بار ریخته شد و من 6 نیومدم. این یعنی چی؟ خیلی زیاده. خیلی خوب، این کسایی که فکر میکنن نظر کردن از همون تاسا. یه دفعه اینم رد بشیم.
میدونی داستان چیه؟ من یاد اون چیز افتادم، اون سانحه هوایی افتادم که هواپیما سقوط کرد، همه سرنشیناش مردن غیر از یک نوزاد. آها 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 اون همون تاسه بوده که 50 بار آره. شیش نیومده. بعد میدونی باور منده چی میگن؟ میگن خدا خیلی بزرگ بود، خدا خیلی مهربون بود، نوزاده زنده بود. یعنی چی؟ یعنی که تمام اون آدمایی که کشته شدن هیچی، خدا اونقدر مهربون نبود، اصلا اهمیتی نداره، فقط همون یک نوزاد که تصادفی زنده مون تو سانحه هوایی، همون نشون دهنده این بود که خدا خیلی مهربون. خب اینم از این. کار بعدی که میتونیم بکنیم چیه؟ حالا بعضیا هستن، حالا ما میتونیم الان به این نگاه کنیم، ببخشید، به این متافیزیکی نگاه کنیم، به این شیشه، این همون بود که تاس متافیزیکی توش بود، حالا نمیدونم بو نکن. این تاس متافیزیکی ها استعلا یا این توان. خب به نظر تو چند تا توشه؟ چند تا تاس متافیزیکی توشه؟ 354 میلیون. من میگم 60. چرا؟ کی درست میگه؟ من درست میگم. چرا تو درست میگی؟ به این خاطر که اصلا به خاطر که تاسای من خیلی کوچیکه تعدادش. من میگم 50 تا. بعد من تازه میگم هر کس که کمتر از 10 تا بگه ایمانم نداره. میدونی من داستان چیه؟ الان وقتی تاس متافیزیکه، وقتی این تاس اینا بود، اگه من تو میگفتی 50 تا، من میگفتم 300 میلیون، معلوم بود یکیمون داره پرت میگه. معلوم بود که یکی داره پرت میگه. یکی بالاخره داره یه چیزی میگه که ممکنه درست باشه. ولی وقتی اینجا من میگم 50 تا، تو بگی 300 تا، یکی دیگه بگه 10000 تا، یکی بگه 2 تا، یکی بگه هیچی، همش با هم درسته. همش درسته. فرق داستان اینه که شما وقتی مهمل میگید در مورد جهان، میشه مهمل گفت، تا ابد میتونی مهمل بگی، هیچ نمیشه مچتو بگیری، میدونی؟ یاد یه چیزی انداخت منو. بگو. یاد اتاقای کلاب هاوس و بحث در مورد کانشسنس. آها آره دقیقا. تو بگو روحه، بگو جهان نمیدونم داره با ما صحبت میکنه، بگو مثلا پری دریاییه، چه فرق میکنه؟ دیوار مهمل که فایده نداره. حالا بیا بگو آقا کانشسنس یه سری آزمایش روش داره میشه، نمیدونم این همه آدم هم دارن در موردش توضیح میدن، اونا بدبختا تاس واقعی ها رو دارن توضیح میدن، دوستان دیگر آنه اونایی که تاس واقعی رو توضیح میدن، این هم حتی خطاست. ببین پیپری که من برای اخیراً فرستادم در مورد IIT Integrated Information Theory، الان یه دو اومدن شکایت کردن که چرا انقدر اعتبار داده شده به این تئوری، به این خاطر که این تئوری اصلا به صورت مستقیم نمیتونه کانشسنس رو بسنجه، تازه اینقدر گول کرده و یکی از تئوری های برجسته در زمینه کانشسنس هست، تازه داره زور میزنه که تعداد مثلا تاسای صد خورده ای رو بگه 30 تا اون تئوری، ولی داره یه چیز سعی میکنه نزدیک واقعیت بگه. خب بعد یه داستان دیگه که جالبه اینه که مثلا در مورد شروع یونیورس، مثلا تو میگی آقا من نمیدونم چرا، این نمیدونم تو خیلی به حقیقت نزدیکتره تا اون کسی که میگه میدونم، چون وقتی میگی خداست داری میگی میدونم، در حالی که بعد میگی آقا خدات چیه، میگی نمیدونم. آخه وقتی من توضیح بدم که آقا این چه میدونم تأثیر یک اتمه که وسطش مثبت دورش منفیه، که این چیزا الفا پارتیکلا دارن میخورن، بعضیاشون با زاویه کم منحرف میشن، بعضیاشون یهو با زاویه شدید منحرف میشن، میگم آقا به خاطر اینکه اون وسطش مرکزش جرمش زیاده، یه تعداد زیادی از اطراف رد میشن، فضای خالیه، یه بعضیاشون میخورن به اون نقطه وسط یهو با زاویه پس بعد میگم میتونم بگم اندازه اتم مثلا چقدره به تعداد پارتیکلایی که برمیگردن، یه حرفی دارم رو هوا نمیزنم، ولی اگه تو برگردی بگی آقا این به خاطر اینه که جنه، یه چیز میگفتش که قدیمی ها در زمان ارسطو قبل از اون میگفتن آقا این مگنت، این چیزا مغناطیس، این به خاطر اینکه استعلاییه، ما که نمیبینیم چی. ببین یه این شما میخوای عالم ماورا طبیعه رو اثبات بکنی، اینا دو تا مگنت رو هم ببین نیرو به هم وارد میکنن، این نیرو از کجا میاد؟ این نیرو خداییه دیگه، این مال نمیبینیش که، دستت هم که میزنی که حسش نمیکنی، از کجا میاد؟ این بوده. خب از اینم رد بشیم. یعنی حتی ما صفات خدا رو نمیشناسیم بعد میگیم خدا دور، یعنی بعد اول یه خدای دقیق تعریف کنیم بتونیم نشون بدیم هست بعد ازش استفاده کنیم، ولی خب بگذاریم. این منو یاد یه خاطره نه چندان خوش انداخت، البته یه دوستی بود تعریف میکرد، میگفت مادر بزرگ من دائم پول گم میکنه، میگه من پول میذارم فلان، زمانی که ملت خیلی پول نقدی برمی‌بر میکنه میذاره روی تاخچه رو میز، نزن که الان دوستات یارمونو میذارن بگو. خب
دوستای من یقم میگیرن میذاشته روی تاخچه پول کم میشده، مثلا 10000 تومان بوده یه دفعه 10000 تومانش میشه 7000 تومان، 8000 تومان، 6000 تومان. اون موقع هم که به این خاطر که تعریف خیلی نداشتن از پدیده های مختلف، مادر بزرگی میگفته جن میبره این اتفاق. یعنی فکر نمی‌کردن که آدمی ممکنه بیاد اون پولو برداره؟ به این فکر نمی‌کردن که یه کسی ممکنه بیاد پولو برداره؟ نه، حالا دلیلش رو میگم چرا. این اتفاق کرات رخ میده، یعنی سال‌های سال این اتفاق میفته و بعد از سال‌ها کاشف به عمل میاد که یکی از نوه‌های اون خانواده کلپتومانیا داشته. یا کلپتومانیا یعنی میشه کسایی که چیزای خرد خرد می‌دزدن. آره. میشه دزدی مغز. میبینی وقتی به مهمل باور میکنی سراغ دورترین بعیدترین بیهودترین تعریف میری، ولی دم دستی ترین تعریف رو حاضر نیستی بپذیری. دم دستی ترین تعریف اینه که آقا یک موجود واقعی که در این جهان گوشت و پوست داره میتونه بیاد دستش کنه. مثلا اگر تکرار میشه به کرات سالها، آخه چطور میشه با حاضرین با جن توضیحش بدیم، ولی با اینکه یه آدمی ممکن رو برداشته باشه حاضر نیستیم توضیح بدیم. بله. یه دفعه حتی پولا رو میشماره، میگه که خیلی خب ممکنه حافظه من ضعیف باشه درست کار نکنه، یه تیکه کاغذ مینویسه، پولا رو هم شمرده از بانکم درست گرفته، میذاره کنار همون پولا، باز نگاه میکنه میبینه مثلا 100000 تومنش شده 70000، بازم میگه دیدی؟ نه اتفاقا این خیلی جالبه بگم سند باور شد. آره کانفرم میکنه، میگه که دیدی ببین سندم داری جن برده، من دارم بهت میگم که جن نظر داره به پولای من، جنه برده دیگه، خیلی کامل اجنه. برش. آره من اینجا یه چیزی دارم، یعنی از چیزی که نیست چطور به عنوان علت توی معادله استفاده میکنیم؟ آخه وقتی منیفست نمیکنه خودشون با هیچی برابره، چطوری من از هیچی حاضر نیستم به عنوان علت استفاده کنم، ولی از این یکی ماورایی که عین هیچی حاضرم به عنوان علت یه چیزی استفاده کنم؟ اینش جالبه. یک کوت اینجا هست از آستین کلاین، آستین کلایف، ایشون یک چیزه، یک ایفیست معروف این زمانی می نوشت، توی تگزاس هم هستیشون، سکولار هیومانیست از اون قدیمی هاست. میگه که all such statements are causal shorthand for a more elaborated and technical statement. داره میگه آقا حالا رد بشیم، this alleged entity has no place in any scientific equation. میگه آقا اگه قرار باشه من از هیچ استفاده کنم یا از این چیزای متافیزیکی استفاده کنم، اینا هیچ ربطی به هیچ آزمایشی ندارن، تو هیچ آزمایشی تو هیچ معادله استفاده نمیشه. Play no role in any scientific explanation. توی هیچ توضیح علمی ازشون استفاده نمیشه، از این تاسای ماورایی. Cannot be used to predict any event. به درد نمیخوره که ازشون استفاده کنیم بتونیم پیش بینی کنیم هیچ چیزی رو، چون در علم ما پیش بینی میکنیم دیگه، یه چیزایی پیش بینی میکنیم، اصلا علم برای پیش بینی اومده. میگه برای پیش بینی هم به درد نمیخوره. و اصلا تو چجوری میتونی، تو یک مدلی رو در نظر بگیر، یه رگرسیون معمولی رو در نظر بگیر، یک فاکتوری داری توش میدی، داری رگرسین میکنی که اصلا هیچ چیش مشخص نیست. خب معلومه پیش بینی اون اصلا فرقش با هیچ مشخص نیست. تو میگی چی؟ دقیقاً هیچ چیز مشخص، چون فرقش با هیچ مشخص نیست. does not describe anything. میگه هیچ نیروی یا هیچ چیز رو، anything or force that has yet been detected. میگه هر چیزی که تا حالا دیتکت شده رو این به هیچ عنوان نمیتونه توضیحش بده. یا هیچ مدلی در یونیورس نیست که نیاز داشته باشه یا به یک همچین چیزی، یا این توی هیچ مدل علمی نه نیاز بهش هست، نه به درد میخوره، نه توضیح میده. حالا بگذاریم، در حقیقت چی داریم میگیم وقتی از خدا استفاده میکنیم؟ داریم میگیم آقا این بطری خالیه خلق کرده، داریم میگیم این خلق کرده، همین داریم میگیم دیگه. من دارم میگم آقا این تاس متافیزیکی ها خلق کردن، چیزی غیر از این که نمیگم که، وقتی داریم از خدا حرف میزنیم. نه البته تو علمم نمیتونیم بگیم که این به درد نمیخوره، حتی میتونه مضر هم باشه، به این خاطر که تمام محاسبات تو رو خراب میکنه. اصلا مدل علمی تو به هم میریزه، طبیعت گرایی تو به هم میریزه دیگه. آره. چون تو طبیعت گرایی تو میگی آقا این دوتا با هم هیچ فرقی ندارن، هر دو هیچه، وقتی یکیشو فرق گذاشتی مدل علمی به هم میخوره، تو داری به هیچ در واقع آره. ارزش میدی. دقیقاً. آره. نکته دیگه، خب حالا چند تا تاس بود تو گفتی؟ من گفتم 35، نه 35 تا 40 گفتم. آره سب کن یه بار دیگه نام کنم، میتونم یه عدسه دیگه بسنم. آره آره نه از 45 تا بیشتر، یکم میرم بالا، مثلا 65 تا 70 شد.
70. آره. 106 تا. الان یه دونش افتاد میشه 105 تا. خب. این متافیزیکیا رو بذاریم کنار. خب. من الان نگران اوتاسم افتاد. عیب نداره 105 هم خوبه. حالا من هاست خودم. پیداش نکردیم. خب بلش مهم نیست. به خدا پیوست. الان اینا رو ریختم. خب. احتمال این که این تاسا اینجوری می نشستم به نظر چقدر بود؟ بگیم هم داری در مورد بگیم این تاس شماره یک، بگیم این تاس شماره دو، تاس شماره سه و هر کدوم میشه شماره بدیم. خب احتمال این که شماره یک سه بیاد، شماره دو چهار بیاد، شماره سه شیش بیاد، همینطوری بریم تا ابد، تا شماره 105 مثلا سه بیاد، به نظر چقدر؟ ببین یعنی تو سه تا داری عامل رو فاکتور این میکنی، همین که طرفش چی باشه، چه شماره‌ای باشه، یعنی طرفش چی باشه، شماره نه، و هم یک شماره داری به خودت تاسه میدی و هم به پوزیشنش یا جاش داری در نه چه پوزیش کامبینیشنه یا هر جا بیفته. نه فقط میخوام بگم آقا این شماره یکی میاد شماره دو خیلی نمیدونم خب. خیلی ولی میشه ساده است، هر کدوم اینا احتمالش یک ششمه. خب یک ششم به توان 105 ببینیم چند میشه. یک تقسیم بر 6 جواب به توان 105، چون هر کدوم 105 تا دارین دیگه. خب ببین چی میشه. 1.9 ضرب در 10 به توان منهای 82. یعنی چی؟ یعنی 0.81 0 بعد مثلا 2. احتمال ببین چیه؟ اصلا به مغز ما جور در نمیاد. خب این چی رو داره به من میگه؟ میگه آقا من همین الان یه اتفاقی افتاد رو میز، همین الان با احتمالی به این کمی دوباره اگه بریزمش توی جعبه و دوباره بریزم، دوباره یه اتفاقی میفته با همون احتمال کم. هر بار میبینی چقدر جالبه؟ یعنی من هر بار میتونم یک اتفاقی با همچین احتمال کمی را ایجاد بکنم. این یعنی چی؟ این یعنی که آقا ما فکر میکنیم ما به احتمال، ما در اتفاقها در جهان معنا میدیم. ما فکر میکنیم اگر یک چیزی ما فکر میکردیم معنا داره اتفاق بیفته، اینه که احتمالش کمه. مثالش چیه؟ مثلا داری پوکر بازی میکنی، اگر رویال فلاش بیاد احتمال ترتیب 5 از 52 تا کارت، درسته؟ 5 تا دسته توی پوکر دیگه، درسته؟ روی چیز 52 تا فکر می‌کنم. آره خب بگیم احتمال 52 choose 5 چقدر داره میده؟ 2,598,960، درسته؟ یعنی 52 یا 54؟ فکر کنم 54. 54 تا کارت. 52. 52. آها درست. خب 2 میلیون خورده ای. یعنی 1 به 2 میلیون خورده ای نزدیک 3 میلیون. حالا یادم نیست دقیقا عدد چی بود. چی بود عدد؟ 2,598,960. یعنی 2 میلیون رو بگو نزدیک 600 هزار. 1 به 2 میلیون 600 این که شما رویال فلاش بیاری، درسته؟ یعنی از هر 2,600,000 هزار باری که شما دست بدی، احتمال اینکه یه بار رویال فلاش بیاد یعنی یه بار میاد. خب هر مدل دیگری شما 5 تا کارتو بگیری، باز همون احتمالش، تک خاج بیاد یک فرقی نمیکنه، اون کامبینیشن احتمالش 1 به 2,600,000ه، ولی ما اصلا به نظرمون جالب نمیاد. یعنی هر یه باری که شما دست میگیری، هر کارتو دستت باشه، اون احتمال اون دستی که گرفتی 1 به 2,600,000ه، ولی برای ما مهم نیست، اصلا بهش فکر نمی‌کنیم. ولی اگه رویال فلاش بیاد میگه آه دیدی چی اومد. چرا؟ برای اینکه ما بعضی از آوتکاما، بعضی از خروجی ها برامون مهمه. اگر اون اتفاق بیفته میگیم آه چقدر شانس آوردیم. همه اینا شانسش یکی بود. این تاسا هر مدلی بیفته شانسش همونه، ولی ممکنه اگر یه حالت بیفته که همش 6 بیاد بالا، بگیم آه دیدی چی شد. چرا؟ برای اینکه اگر همش 6 بیاد برامون جالبه، ولی احتمال اینکه همش 6 بیاد با احتمال اینکه همش با این حالت بیاد یکیه، ولی ما نمیبینیمش. اینم از اون خطاهای احمقانه ایه که متاسفانه ما میکنیم. یعنی این چجوری بگم، نمیدونم اسمش رو چی گذاشت، کاگنیتیو، خطاهای کاگنیتیو که انجام میدیم. آره حالا بحث خطای شناختی یه چیزیه. این چیزی که تو داری در موردش صحبت میکنی مثل همون شابلون، مثال شابلونی بود که من یه دفعه زدم، بهش میگن پروسه های بالا به پایین مغز. میدونی مثل چی؟ مثل اینه که مغزش برای همین اینقدر اهمیت داره. وقتی در مورد آموزش کودک صحبت میکنه، اینقدر تاکید میکنه روانشناسان کودک که آموزش دین ندید، به خصوص تا قبل از سن 18 سالگی، به این خاطر که تو میری یه شابلون مشخص درست میکنی از مغز کودک، یک مدل خاصی میبرش. خب بنابراین هر مدلی که فکر کنه، هر مدلی که آموزش ببینه، مثل اینه که
یه توپ داری، خب یه از این وسیلایی هست که بچه‌های تا دو ساله باش بازی میکنن، حیوانم دارن که مثلا یک مکعب یا یه دایره است و بعد یه سری سوراخ هست که اینا رو بعد فکر کن که تو یه دونه مربع داری، یه دونه مثلا دایره داری، یه دونه مستطیل داری، خب و یه مکعب دستته، فقط مکعب از تو مربع رد میشه. این مثل اون شابلون ذهنی است که برای بچه درست میکنه. خب هر چیزی که وقتی اون آموزش رو میدن، آموزش دینی رو میدن، خدا هست، نمیدونم بعد از مرگ این اتفاق میفته، محمد هست، نمیدونم حضرت فلان هست، حالا یه سری داستانه دیگه هم برای بچه ها میگن بعد از، ولی یه سری حالا این داستان از بین میره، مثل توث فری و فلان اینجور چیزا که بعد از 5-6 سالی البته از بین میره، ولی متاسفانه این آموزهای مذهبی دینی میمونه با کودکان در کشور اسلامی، رسوب میکنه بر مغز و هر مدلی که فکر میکنن بر اساس اون شابلونه است که اول میسازن. یعنی تو اومدی اصلا یه دونه پسینی بهشون دادی، خدای هست. خب هر مدلی که استدلال میکنن بر پایه و اساس وجود خداست. خب یعنی برای همینه که وقتی با یه دست باورمند و صحبت میکنی اصلا چیز دیگه نمیتونن متصور بشن، به این خاطر که کل واقعیتشون بر اساس وجود خداست. تو این پایه رو برداری همش تمام نظام ذهنیشون میریزه پایین. دقیقاً آره، طرف با تاسای متافیزیکیش خوشه، تو از نمیتونی ازش بگیری، نمیتونی بگیری. آره. میخوای اینو بهش بدی، خب نمیخواد دیگه. اینم از این. من فکر میکنم که اگه ما بتونیم تو ذهنمون به این معنا بدیم، یعنی بگم آقا معنای زندگی من اینه که تاسای متافیزیکی رو این تو میبینم، خب وقتی دارم به این معنا میدم، یا فرض بکنیم که من الان اینو ببینم، من الان میگم آقا تو این 100,000 تا هست، میتونم بگم یا من میدونیم غلطه، که من که میدونم غلطه، ولی اگه 100,000 تای این به من معنا بده، به زندگی من معنا بده و ممکنه بده واقعا به زندگی بعضیا، پس من چی داره، چه آزمایشی داریم میکنیم؟ داریم میگیم آقا من میتونم با هر باوری به زندگی معنا بدم، شدنیه، شدنیه که من با میتونم به هیچه نگاه کنم و بگم تاس متافیزیکی توش میگه، نمیتونم، پس میتونم باش معنا بگیرم. پس سادهش همینه که آقا اگه قرار من با باطل معنا بگیرم، چرا با حقیقت معنا نگیرم؟ اگه میتونم با هر باور باطلی به زندگی معنا بدم، شدنیه، داریم میبینیم که شدنیه، چون همین الان داریم میبینیم که این با این فرقی نداره، ولی یه کسی میتونه به این باور کنه، به قول مامان بزرگی تو به جن باور کنه، یه معنایی هم تو زندگیش باشه. مامان بزرگ من نبود البته، یه مادر بزرگ کسی. خب وقتی با دروغ میتونیم معنا بگیریم، یعنی آقا پس با راست هم باید بتونیم معنا بگیریم، چرا با راست معنا نگیریم؟ اینم یه نکته. این چیزی که گفتی منو یاد یه اتفاق تلخ دیگه انداخت. بگو بگو. یه مادری بود که بچهش رو متاسفانه دزدیدن و این بچه پیدا نشد هرگز و فقط صحنه ای رو دیده بود که بچه رو سوار ماشین کردن و یه ماشین قرمز پیدا نشد؟ هیچ وقت پیدا نشد، دید اون صحنه رو؟ اون صحنه رو دیده بود، مثل اینکه بچه رو گذاشته بود جلوی بانک توی کالسکه و رفته بود داخل بانک و بچه رو برده بود. و یکی از مکانیزم‌های دفاعی که برای خودش درست کرده بود به صورت ناخودآگاه این بود که اگر ماشین قرمزی که پلاک شبیه اون پلاک بود، مثلا اگر یاد باشه تو ایران بود مثلا 23T345 همچین چیزی، این همیشه ماشین های قرمزی که پلاک ت داشت رو به عنوان یک ساین میگرفت که بچه من پیدا خواهد شد، توجه خاص رو این ماشین ها میکرد، دوباره اون چه میگن فرایند های بالا به پایین بود. خیلی مثل که ناراحت شده، خیلی از اون مثال تلخ زدم. آره. ولی میخوام از مثال مرگ خیلی بدتره، این خیلی بدتر. آره بدترین اتفاقی که میتونه برای والدین بیفته واقعا، جلو چشم خودش. و هنوز هم متاسفانه به همین قضیه فکر میکنه دیگه، ماشین قرمز با ته، یعنی بچه من پیدا خواهد شد. یعنی بهت میگم که به این خاطر که یک ریلیونسی، یک ارتباطی با اون اتفاق داره و این یک امیدی بهش میده که ممکنه بچهش پیدا بشه، دائم توجه میکنه به اون ماشین. در صورتی که این کاملا رندومه، ممکنه چه میدونم این تا ماشین قرمزی که پلاکش ته داشته باشه در اون شهر وجود داشته باشه. دنبال پترن میگرده، دنبال پترن میگرده در چیزهایی که اصلا هیچ پترنی وجود نداره درش و رابطه منطقی نداره. این البته در اشکال مختلف در زندگی ما اتفاق میفته دیگه. اما وقتی میگیم بلیف، یعنی بلیفر گذاشته این بالا، اون شابلون ذهنی رو بر اساس اون باوره درست کرده، بعد هر چیزی که از توش رد میشه شکل اون شابلون ذهنی رو. الان اگه ما این تاسا رو میریختیم و همه شیش میومد، حتما یه کسی که اینجا باشه که باورمند باشه میگه آقا یک ناظم هوشمندی بود که این کارو کرد، حتما به شما میگه، میگه آقا مگه میشه شما تاس بریزم از شیش بیاد؟
بعد میگه آقا احتمال این که همش شیش بیاد با احتمال این که همش قرقاتی بیاد یکیه. شما این باور میتونستی میدونستی که احتمالش یکیه. یعنی اون تعدادی که شیش اومده خدا خواسته. همین. یعنی ایگنور میکنه کل، یعنی تمام اون تاسای دیگه که شیش نیومده رو اونا رو نادیده میگیره، اون تعدادی که شیش اومده رو ربط میده به یه چیزی که اصلا رابطه منطقی باش نداره. دقیقاً. نکته‌ای دیگه که می‌خواستم بگم این مثالت یه ذره مثال من یه تاس برداریم، حالا اون تاس شیطان تو رو که افتاد که دیگه پیدا نکردیم، یه دونه برداریم اون رفت پیش خدا. حالا ببینیم اگه من خالصانه واقعا بخوام که یه عدد انتخاب کن. عدد لاکی من چیه؟ پنج. پنج خب اگه خالصانه انتخاب کرده باشی بعد پنج بید. زیاد خالصانه نم بعد دیگه همون پنج. بریم ببینیم دو. بسم الله هم گفتم نمیشه که با پنج نمید. بازم سه. چند بار تا حالا ریختم؟ چهار. یه دونه کم تا کار بعد میگفتم چهارا. پنج. چند بار ریختیم؟ این دفعه شیشم. خب در حقیقت احتمالا درسته، میگه یک شیشم احتمالش، دفعه شیشم درست در اومد. خب حالا این به خاطر اینه که تو خالصانه انتخاب کردی یا اینکه قانون احتمالاته؟ ببین تو وقتی که باور داشته باشی به ماوراء طبیعه، بعد تو تخت نقد نردم معلومه. بعضیا میگن آقا من نمیدونی، من شانسو میارم، من تو دلم وقتی میگم بهش فکر میکنم، وقتی میریزم میاد. در حقیقت چیکار میکنه؟ در حقیقت اون احتمالهایی رو که میاد به عنوان درست میگیره، میگه اونها اوناییه که من واقعا تو دلم انتخاب کردم. نمیتونه بفهمه که آقا بعد یک تعدادی از شانس ها اینا وجود داره، همه این احتمالا با هم یکیه. اینو نمیفهمه که چه 3 بیاد چه 5 بیاد چه 8 بیاد همش با هم یکیه. اینم یک نوع دیگری از بایسه که ما داریم. حالا اینو کسانی که باورمند هم الزامن نیستن از این تکنیک استفاده میکنن و بهش میگن افرمیشن. انقدر ویدیو توی یوتیوب هست در زمین افرمیشن، حاضر نیست باور کنه که آقا این که اگه تو الان 52 میخواستی یا 52 اومد، این قوانین احتمالاته و این ربطی نداره که شما خالصانه. نه اون میگه که مثلا یه چیز رو تکرار کن، بگو من ماشین گرون میخوام، بگو نمیدونه من خونه فلان میخوام، هی تکرار کن قانون جذب، تکرار کن ناخودآگاه تو این رو میفهمه و اون رو برای تو فراهم میکنه. حالا ناخودآگاه چجوری میخواد فراهم بکنه من نمیدونم واقعا. من خیلی دوست دارم که فروید از قبر بیاد بیرون و این ناخودآگاه رو دوباره توضیح بده که ما بیچاره شدیم، گرفتار شدیم. حالا اگه واقعا باور نداری که تاس‌های استعلایی ماورایی اینجا هست، خب تو این حالا من چند تا روایت اگه برات بگم باور میکنی؟ مثلا بگم آقا 10 نفر هستن که تجربه کردن تاس‌های استعلایی رو، باور میکنی؟ نه من که باور نمیکنم. آقا من دارم میگم یه 10 هستن باور دارن، یه 100,000 نفر باور دارن که این تو تاس استعلایی ماورایی هست. باور کافی نیست که باور کنی؟ به نظر تو اگه 100,000 نفر باور کنن به این معنیه که تو واقعیت اتفاقی میفته؟ تو واقعیت ممکنه تاس استعلایی این تو باشه چون 100,000 نفر باور دارن؟ نه مگر تو یه سندی به من نشون بده تا من باور کنم. پس این چیزی که الان یه آدم باور دارن کافی نیست. نه. کافی نیست. اگه بهت بگم که زندگیشون رو با معنا کرده چی؟ میگم آقا 100,000 نفر زندگیشون با معنا شده با باور به این تاسای استعلایی. باشه اشکال نداره که زندگیشون با معنا شده، ولی الزاما به باور... این معنی نیستش که تو فکر می‌کنی که زندگی آدم‌ها با معنا بشه به این معنی هست که بالاخره این تو تاس استعلایی وجود داره ماورایی. خیلی. حالا اگه بگم آقا من با تمام قلبم باور دارم، من اصلا من خیلی آدم خوبیم، این تاسای استعلایی تو قلب من نشسته، تو که دوست منی یعنی باور نمی‌کنی که من با قلبم اینو باور دارم؟ با یه نوروساینتیست داری صحبت می‌کنی که این خیلی اگه قانعت کنم، بعد فرض کنیم من تو رو قانع کردم، فرض کنیم قانعت کردم که تاس استعلایی وجود داره، آیا به این معنیه که اون موقع تاس استعلایی تو وجود داره؟ اگه تو قانع بشی؟ فکر نمی‌کنم قانع بشم. فرض کنیم قانع بشی، فرض کنیم یه کس دیگه ای رو قانع کردم، به این معنی تو قانع نمیشی. من قانع نمیشم. اگه بهت بگم بعد از مرگت میری یه زندگی پس از مرگ که مثلا همه مشغول رقص و ویسکی خوردن و کنار دریا دارن والیبال بازی میکنن و موزیک گوش میدن و چه میدونم شنا میکنن، یه همچین جایی میری، اگه باور کنی به این تاسای استعلایی باور میکنی؟ نه باور نمی‌کنی. خیلی خیلی سناریوی خیلی خوبیه. بهترین بهشت. آره غیر از بهشت خوبیه. ولی بقیه‌اش خیلی خوبه ولی باور نمی‌کنم.
اگه بگم اگه باور نکنی میری توی بدترین کابوس زندگی تا ابد، تو بدترین کابوس زندگیت اسیر میشی. اون موقع چی؟ متاسفم باور نمیکنی؟ خیر. بازم باور نمیکنی. خب اگه بگم آقا تو که همه چیزو نمیدونی که، تو مگه همه چیزو میدونی؟ خب تو میگی جواب نه. میگم نمیدونی. تو که همه چیزو از کجا میدونی تو تاسه الهی نیست؟ کافی نیست که باور کنی؟ نه. نیست؟ نه. اگه بگم آقا تو مرسی ذهنت خیلی بسته است، تو ذهن کلوز مایندی واقعا، بابا تاسه استعلایین تو یالما آدم باور کردن زندگیشون با معنا شده، تو چرا انقدر ذهنت بسته است؟ باور نمی‌کنی؟ نه؟, نه کافی نیست. نه اینم کافی نیست. اگه بگم آدم بعدا یه برای یه چیزی توش هست اونو بیاره. آره آره بیا بیا. آب استعلایی. آب استعلایی. اگه بگم که فقط آدم بدا باور نمی‌کنن چی؟ بگم آقا اینایی که باور نمیکنن همه یه سری آدمای بد بی اخلاق، نمیدونم آدمکش استالین و ماو اینا باور نکردن ها. تو چیکار میکنی؟ باور نمیکنی؟ من آدم بد باور نمیکنی؟ باور نمیکنی؟ بازم باور نمیکنی. اگه یه شعبده بازی بکنم برات، مثلا کار مثلا اینجوری کنم، مثلا بگم که ببین انگشت منو ببین، همون انگشت شکسته است. خب بعد الان تو دستم دیگه، الان دوباره میذارم سر جاش. باور نمیکنم. بگو تریکت چی بود. باور نکردی؟ باور نمیکنم. خب بابا من دارم بهش صحبت بازی بهت نشون میدم، باور نمیکنی. اگه یه کاری کردم که واقعا عجیب بود، اصلا یه چیز عجیب غریب، مثلا از زمین بلند شدم، خب و یه کار مثلا دیوید کاپرفیلد، خب بیاد بگه آقا من از زمین دارم بلند میشم، نمیتونی توضیح بشه اصلا، شاید اصلا نتونی هیچ وقت هم توضیحش بدی، و بگه آقا به خاطر این تاسای استعلاییه اونا به من کمک میکنه که من بلند میشم، باور میکنی یا نه؟ باور نمیکنه، ولی در نهایت اگر که یه کاری بکنی که من توضیح برش نداشته باشم میگم نمیتونه، ولی باور نمیکنه. باور نمیکنی. خب باور نمیکنی دیگه، چیکار کنم؟ ذهنت بسته است. آخه به این خاطر که آره عالی، به این خاطر که این پدیده‌ای که تو داری، پدیده‌ای که چرس کنم، این هیچی که تو داری به من نشون میدی، این قوانین طبیعی رو رد میکنه برای من، یا به قول تو وقتی از زمین بلند میشه و دلیلش رو این میدونی، این هیچ کدوم با اون الگوهایی که من از گذشته برای خودم داشتم که به نظر میاد منطقی بوده با یک سری از قوانین طبیعی نمیاد. چرا من باید همچین چیزی رو یه دفعه باور کنم؟ برای همینه که خیلی مهمه از اول ما درست بکنیم اون آموزش به کودک از اول درست باشه. وقتی که آموزش بر اساس همین تاسهای استعلایی باشه، ماورای استعلایی باشه، دیگه هر چیزی میتونه روش بیاد. Spoken like a true scientist. خب این دمونستریشن ما بود. مرسد آخرش باور نکرد که این تو تاس استعلایی وجود داره. من آدم بد و بد بی اخلاقی هم هستم دیگه، به خاطر اینکه باور نکرد. خب حجت جان اگه تو نظر چی بود، اگر نکته‌ای داری بگو. نه منم استفاده کردم، خیلی ممنون. البته فقط باید اینو در نظر داشته باشین که سوالهایی که داری میکنی از کسی داری سوال میکنی که در یه جایگاهی قرار داره که با این چیزهایی که تو بهش گفتی خب مسلماً باور نمیکنه، ولی خیلی ها هستن در جایگاهی قرار دارن که یک دونه از اون دلایلی که تو آوردی کافیه براشون تا باور بکنن. یعنی باید اون سطح هم در نظر بگیم دیگه. بریا درسته؟ دقیقا همینه دیگه. اصلا من همینو میخواستم نشون بدم که ببینید وقتی تاسه در مورد تاسه استعلایی داریم حرف میزنیم چقدر به نظر احمقانه میاد اگه کسی باور کنه، خب، ولی وقتی در مورد یک پدیده فراتر از طبیعت اونجا یه اسم خدا روش میذاریم یا ماوراءالطبیعه روش میذاریم به راحتی باور میکنیم. اگه جن باشه راحت تر باور میکنیم، میدونی؟ یعنی من میخوام بگم چقدر مقایسه دم دستیه و چقدر راحت میشه فهمید که ما چقدر راحت گول میخوریم. منظور من این بود واقعا. آره. مرسی، ممنونم. من از دوستانی که در تلگرام به من مسیج دادن خواهش میکنم که هند ریز کنم. جناب آقای مهران امیری که خدا باور مسیحی هستن، خانم سایه حاجی قاسم لو و محسن عزیز، لطفا هند ریز کنین که من بتونم دعوتتون کنم به استیج. اگه وارد بحث میخوان بشیم با دوستان شروع کنیم، از شهریار بشنویم. وریا میخواین وارد بحث بشیم؟ بله بله بفرمایید شهریار. با تشکر. البته من نمیدونم قرار آتئیست باشم یا انتس نباشم، فرقی نمیکنه. شما من اتفاقا این برنامه گذاشتن خیلی برنامه عالی بود، یعنی هست. چون ببینید من اینجوری خود من آتئیستم، خب یعنی بله بله نو باور.
بعد جریان اینه که من اینجوری فکر میکنم، شما در نظر بگیرین خدا یا وجود داره یا وجود نداره دیگه، نه؟ درسته. ولی احتمالش باینریه، یعنی یا وجود داره کلا یا وجود نداره، ولی کل اینو میتونین دو سیستم، ولی نصف نصف نیست احتمالش، بگیم 50-50 نیستا، به نظر میاد که 50-50 نیست. شما در نظر بگیم 50-50 دیگه بهتره. نه خب نمیشه آخه، من دارم میگم احتمالش خیلی 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 کمه. اگه بخوایم احتمالی بریم. من صحبتام بکنم مریم. بفرمایید. آقا 50-50 غلطه، من 50-50 رو نمیپذیرم. ولی بگی. اوکی اوکی اوکی. حالا بذم آرگومنتمو بگم تا جریان مشخص بشه. شما اگر یعنی بهترین چیز اینه که 50% احتمال باشه که خدا باشه یا نیست دیگه قبول کنن، اوکی. یه سری هم قبول میکنن که اصلا خدا نیست، احتمال میشه 50-50. حالا اگر احتمال هم 50-50 باشه، 50% خدا باشه، اتفاقی که میفته بعد شما شروع میکنی میگی که این خدا خب عادل، صفتهای مختلف میذاری دیگه، نه؟ بله. هر چی بهش صفت اضاف میکنی احتمال وجودش خب کمتر میشه اتوماتیک. آه این از این نظر درسته، شما دارید به مغالطه یه چیز اشاره میکنید، عطف منطقی. دقیقا اتفاقی که میفته اینه که شما مثلا یه نظر در نظر میگه یه نفر در خونت، خب شما نمیدونی پشتش کسی هست یا کسی نیست، ولی اگر بیای فکر بکنی این یه نفری که من فکر میکنم پشت این در خونه من هست، زنگم نزد مثلا هیچی نزدش خبر ندارم، ولی میگم یه نفر حس میکنم پشت در خونه هست، خب این حالا مرد کچل شلم هست، خب احتمالاتش میاد پایین تو اجتماع تو جامعه، میدونی؟ حالا یا از اون بری بگیم خوب عادل فرق نمیکنه، یعنی به نظر من اعتقاد، تازه اعتقاد به خدایی که فقط وجود داشته باشه، فقط وجود داشته باشه، یعنی فقط بگیم اون تازه بیشترین احتمالاته، هر چی بهش صفات ببندی، هر چقدر تعداد صفاتش بیشتر بشه، معمولا خدای ادیان مثلا اسلام مخصوصا که هی سعی میکنن صفات بهش بدن، با احتمال وجودش خیلی کمتر میشه. من فقط همین رو کاملا درسته، شما دارید به احتمال عطف منطقی اشاره میکنید یا conjunction fallacy. من اینطور میخواستم به اتفاقا حالا شاید این هفته مطرحش بکنم، چون با توی جلسه دیویت با دکتر عبدالکریمی وقت نشد، ولی دقیقا شما درست میگید. ببینید اگر که خدا، فقط بگیم خدا هست، یه احتمالی داره، ولی بگیم خدا هست حالا پیامبرم فرستاده، یه ذره کمتر میشه. بگیم خدا هست پیامبرم فرستاده کتابم فرستاده، باز کمتر میشه. بگیم خدا هست پیامبر فرستاده کتابم فرستاده، تازه امامم داره، بعد تازه تو کتابش هم مثلا این حرفا رو هم زده، همینجوری کمتر و کمتر، اینقدر احتمال کم میشه که دیگه شما طبیعت گرایی 100% بهتره و میبره داستان رو. و دوستان تئیست به این توجه نمیکنن که وقتی ما از مدل حرف میزنیم میگیم طبیعت گرایی، داریم میگیم آقا احتمالش برای اینکه درست باشه خیلی خیلی بیشتره، وگرنه ما 100% نمیتونیم که وجود خدا رو بگیم، آقا نشون بدیم که خدا وجود نداره، ولی چون نمیتونیم نشون بدیم خدا وجود نداره که یه چیزی با همچین احتمالی کمی رو نمیپذیریم، دنبال تاسای متافیزیکی استعلایی که نمیگردیم که. خب مرسی، ممنون از شما. مرسی شاهر عزیز که با ما بودید. هلیا عزیز شما رو بشنویم. سلام، وقت همگی بخیر. من راجع به همون قصه دفعه قبل می‌خواستم صحبت کنم. اون چیزی که من می‌خواستم، من خیلی نوشتم حقیقت، ولی حالا من سعی می‌کنم که خلاصه بگم الان حرفمو، ولی راجع به سه تا کلا چیز می‌خوام صحبت کنم، یه خدا، یه معنا، یه حقیقت جویی. و اینکه کلا اینم بگم که من یه ندانم گرا هستم ولی خدا باور هستم. خب و الان میگم اینکه کلا به نظرم من تو صحبتی هم که از وریا جدید شنیدم با بیژن عبدالکریمی این بود که من، یعنی تو حرفاش اینو خیلی متوجه شدم. حالا وسط حرف چطور بود دیبیت؟ حالا دیبیتو شنیدی نظرم بگو. من خیلی دوست داشتم و خیلی یاد گرفتم، من خیلی یادداشت کردم، مثلا دوست داشتم. حالا اون چیزی که من برداشت کردم این بود که یعنی به نظر من منافاتی نداره،
یعنی تو حرفاتون گفتین که من میخوام در تنش نباشه. ببین این خدایی که تعریف اگه داشته باشه، یعنی این خدایی نباشه که همه این حالا این ویژگی ها رو داره. و من حس میکنم دقیقا به خود دریا این هستش که خدا رو غیر از اینکه ایجنت باشه انگار نمیتونی متصور شی. من همچین چیزی برداشت کردم. حالا من میتونم متصور شم، تو هر خدایی بگی باور داری من همونو متصور میشم، ولی به شرطی که من بگی به چی باور داری. نگی که به من حتی نمیدونی. خب باشه ایجنت نیست، خب چیه ایجنت نیست؟ خب و حالا خدایی که من میگم فقط تعریفش عشقه، هیچ چیز بیشتری نداره. ولی الان توی چیزایی که یعنی به عشق میگی خدا؟ آره عشق رو میگی خدا. خب عشق که یه چیز بین انسان اتفاق میفته، چیز بشریه. آره ولی بذاری من از معنا شروع کنم. خب اینو بگم. خب کلا معنا یه چیزیه که اگه نباشه من نیستم. خب و و قراره که ببین قرار نیستش که من با این خداه بخوام به معاملات زندگیم جواب بدم. اون چیزی که باش به معاملات زندگیم جواب میدم این حقیقت جویی و همین روش شناختیه که بهش. خب این خدایی که تو میگی این آیا خالقه؟ آیا فراتر از طبیعت؟ آیا چیزی فراتر از این طبیعت به نظر تو وجود داره؟ ببینید من میخوام اول راجع به معنا صحبت کنم، چون راجع به خدا یعنی بعد از تو معنا میارمش. خب یعنی پشت بند هم دیگه، یعنی توی زمین بازی. خب میفهمم، ولی الان این سوال من که آیا خدا فراتر از طبیعته، به نظر تو چیزی فرا طبیعت وجود داره؟ متوجه نمیشم فرا طبیعت یعنی. یعنی ببین این جهان ما یه جهانیه، تو یه سری ماده داره، یه سری انرژی داره، یه سری سیاره توشه، تایمی هست، زمان، مکان، یه سری موجود زنده هم رو زمینن و این موجودات زنده یه سری افکار دارن، باورهایی دارن، احساساتی دارن، عشق میتونن بورزن، میتونن خشمگین بشن، همه اینا هست، اینا مربوط به این جهانه، اینا همش چیزای مربوط به جهان، مربوط به هستی و مربوط به هستنده ها. خب من دارم میگم فراتر از اینا چیزی نیست. آیا فراتر از اینها به نظر تو چیزی هست؟ من حس میکنم که فراتر از چیزی که من یعنی بالاخره میتونم تجربه کنم و بفهمم چیزی هست، چون بالاخره یه کارکردی خدا وجودش برای منی که میتونم پردازش کنم داشته. خب توی مثلا تاریخ زندگی و من اون برام مهمه، یعنی اون چیزی که باعث شده. خب نه کارکردش که الان فهمیدیم، الان که نشون دادیم که کارکرده این که من باور کنم که اینجا تاسای متافیزیکی هست میتونه کارکرد داشته باشه، کارکردش که بله، ولی به این معنی نیست که تاس ماورایی این تو هست، که اینو که قبول کردیم دیگه. حالا من میخوام بگم راجب ماهیتش و نوع بودنش دارم میگم. خب ببینید معنا کاری که با زندگی آدم میکنه خب اینه که اون نوع بودن شما رو شکل میده دیگه، یعنی شما با اون معنایی که به زندگی میدی اون تفسیرت از جهان رو انگار داری به جهان ارائه میدی. خب و این یعنی یه چیزیه که شما برای اینکه به یه آگاهی برسی، به یه اندیشه بخوای برسی، بخوای بیشتر فکر کنی، کنجکاو باشی و همه اینا، یه چیزی اون اولش انگار یه بنیادی باید بخوره، یه چیزی هست که مثلا یه انسانی که حالا همین توی اِوولوشن همه اینا شکل گرفته، این یه همچین چیزی باعث شده که اوکی به این همه علم برسه، بیشتر ذهنش از چیزایی که میتونه استفاده کنه باهوشتر بشه همه اینا. خب من اون چیز اولیه رو دارم میگم، اون بنیاد اولیه رو دارم میگم. من هنوز متوجه من متوجه نشدم. هلیا جان الان تو قبول داری که چیزی فراتر از این جهان و تجربه تو از هستی نیست. خب پس تو هم طبیعتگرایی دیگه. پس این چیزی که میگی خدا، اگر یه چیزی داخل هستی که فقط داری اسم چیزا رو عوض، مثلا اسم عشق رو داری میذاری خدا، اگر این خدای چیزی فراتر از هستیه، اون موقع میتونیم در موردش حرف بزنیم. فراتر از این طبیعت است، یه حالت دیگری از فراطبیعت مثلا. آره ولی اگر بذاری من از سخن همین این آقای بیژن استفاده کنم، یه چیزی گفت به نام مشترک لفظی. خب من به نظرم خدا همین مشترک لفظیه، یعنی یه چیزیه که من به شخصه میتونم حذفش کنم از زندگیم، هیچ برام هیچ حالت، یعنی کاملا میتونم حذفش کنم. خب بس با هیچ فرقی نداره دیگه هیچ فرق. ولی نکتهش اینه که این کارو نمی کنم.
خب آره، تو باور داری به اون تاسای متافیزیکی؟ میدونم باور داری، ولی خب چون باور داری من میتونم باور کنم که یکی از این بطری‌ها خالیه، یکیش توش تاسای استعلاییه. خب ولی چون من میتونم باور کنم و حذفش نمی‌کنم، به این معنی نیست که این تو تاسه استعلایی وجود داره که، درسته؟ یه نیروی برتری نیست، در اصل به من بشر داره کمک میکنه، به بهزیستی من داره کمک میکنه. میدونم، من دارم میگم وجود این تاسا، بابا من میگم وجود این تعریفی که من، یه ببین انگار دو تا زمین بازی مختلفن. خب من دارم میگم وجود این تاسه استعلایی به زندگی من و مرسده معنا میده، حالمونم بهتر میکنه. آیا هلیا میپذیره که این تو تاسه استعلایی وجود داره؟ تو میپذیری؟ چون من زندگیم بهتر شده با باور به این تاس‌های استعلایی ماورایی. یا شاید منظورش اینه که به این خاطر که حس بهتری میده، بهتره که باور داشته باشی. منظورت اینه هلیا؟ ببین نه، میدونی منظور، مثلا من که یه آدم خیلی سلفیشی باشم، خب بخوام به خودم توجه کنم، خیلی چیزا برام مهم نباشه، میتونم خیلی بیشتر زندگی کنم، زندگی بهتر داشته باشم، دردسرم کمتر باشه، همه اینا. خب خب کاری هم نمی کنم، ضرری هم نمیرسونم، فقط دوست دارم که به خودم اهمیت بدم. خب ولی دارم اینطوری میگم که یکی که نه مثلا براش مهمه و کر میکنه برای این چیزا، نمیتونه این معنای زندگیش یه چیز غیر بیشتر از خودش، یعنی انتخاب کرده که یه چیز بیشتر از این باشه که فقط به خودش، اینکه فقط من خوب زندگی کنم. خب برای من معنای زندگی فکر می‌کنم برای مرسدی هم همینطوره، برای مرسدی هم معنای زندگی فقط زندگی خوب خودش نیست. برای منم نیست. آخه تو داری یه پرش خیلی بزرگ میکنی، میگی که یعنی تفاوت بین دو تا شخص رو داری میگی، یه شخصی که کاملا تمام تمرکزش به خودشه و یه شخص دیگه که میخواد تمرکزش از خودش خارج بشه و یه دفعه میپری به خدا. پس یک چیزی باید باشد به نام خدا که به زندگی اون معنی بده. این ما بین این خود و خدا میتونه فاکتور خیلی زیادی باشه. من فکر کنم این اتفاق نظر که بین، ببین مثلا خدا ناباور بودن، خب همه اتفاق نظر نمیخواد، ناخودآگاه هر کی که خدا باور نیست اتفاق نظر، یه گروه یه چیزی جمع میشه تو خدا ناباوری تموم شد. خب ولی این خدای این نکتهش اینه، هنر اینه خب که توی اون خدا باوری آدم بتونه اون اتفاق نظر رو پیدا کنه. خب نمیکنه دیگه، مسئله همینه. ببین دو نکته همینه که ما تو خدا ناب، ببین برای اینه که من میگم مدل طبیعت گرایی بهتره. ببین توی اون دیبیت هم که گوش دادید، اگه حالا بعدن شنید دوباره، ببین من دارم تاکید میکنم، میگم طبیعت گرایی بهتره برای اینکه سرش اجماع داریم. وقتی همه طبیعت گراییم دیگه به راحتی میتونیم به توافق برسیم. اگه مدل علمی خوب ارائه بشه سرش با هم جنگ نمی کنم، چون ایمان نداریم. میگیم آقا اگه درست مدل خوب ارائه بشه، من میپذیرم که مدل بور از مدل پلام پودینگ تامسون بهتره، از مدل رادرفورد بهتره، مشکلی با هم نداریم. ولی وقتی خدا باور شدی سر بیسیکا نمیتونی با هم توافق کنی، سر اینکه خدا چیه نمیتونی توافق کنی، سر اینکه چند تاست نمیتونی توافق کنی، سر دستوراتش نمیتونی توافق کنی، سر بیس جم میدونی دقیقاً برای اینکه مشکل داره. اگه من پذیرفتم تاس متافیزیکی توه، دیگه من میگم 4 تا، تو میگی 10 تا، تو میگی 100 میلیون، نمیتونیم توافق کنیم. ولی وقتی پذیرفتم که این تو تاس واقعی این توه، درش باز میکنیم، میشمریمش یا وزنش میکنیم، یک جوری با هم به توافق میرسیم که چند تاست. ببینی فرق داستان چه قضیه‌ده. و دقیقاً این تفاوتش، من یه چیز دیگه هم بگم، این تفاوتش مثل دین و علمه. خب تو فرق نمیکنه اگر در یک رشته کار بکنی، مهم نیست که با یک دانشمند چینی داری حرف میزنی، امریکایی داری حرف میزنی، از نیجریه، از ایران، از هر کجا که داری حرف میزنی، یک زبون داری حرف میزنی، به یک اویدنس علمی داری اشاره میکنید. ولی دین اینجوری نیست. یکی مسیح رو میپرسته، یکی خدا رو میپرسته، یکی محمد رو قبول داره، یکی نمیدونم گاو رو قبول داره، یکی خر رو قبول داره، در هند انواع اقسام پدیده های طبیعی رو میپرستن. بعضی هم به یک خدای ندیده فارغ از زمان و مکانی که دخالت نمی کنه باور دارن. خب حالا هلیان به عشق باور داره، یعنی میشه به هر چیزی باور کرد، اسمشو گذاشت خدا. و بعد یک جنگیست حتی بین کسانی که فکر میکنن توافق نظر بیشتری دارن، سنی ها و شیعه ها، که نه اون خدای ما، اون امام ما، اون پیغمبر ما درستر از یکی شماست، میزنن هم دیگر رو میکشن. بنابراین هیچ توافق نظری وجود نداره تو این زمینه و این چیزی که من فکر میکنم تو داری در موردش صحبت میکنی. این چیزی که من میخوام بگم اینه که خب ببین من طبیعت گرا هستم قطعا و این چیزی که میگم منافاتی اصلا نداره با هر، یعنی انگار دو تا بودیه که من جفتشو دارم و قطعا اینه کاملا طبیعت گرام. خب و نکتهش اینه که
ببین کارکرد معنا رو من نمیدونم شما تو زندگی چجوری میبینید، خب ولی اون کارکردی که میتونه داشته باشه قشنگ عینیه، خب یعنی واقعیه. بابا ما مگه میگیم زندگیمون معنا داره؟ خب؟ من ببین حقیقت برام معنای زندگیه، برای من مهم حقیقت، برای خیلی با حقیقت معنای برای اینکه با حقیقت میشه معاملات زندگی رو حل کرد. نه برای اینکه با حقیقت من حال خوبی دارم، من وقتی مدیتیت میکنم، وقتی که چه میدونم یه کتاب فلسفی میخونم، وقتی چه میدونم میرم قاطیه نمیدونم بودیستا، وقتی میرم زیر آسمان پر ستاره نگاه میکنم، همه اینا اون حالته، اسم تجربه جذابه است که یک ارتباطی با حقیقت داره. وقتی با آدم ما صحبت میکنم و سعی میکنم باورهامو به سمت حقیقت نزدیک کنم، همه اینا همون معنا است، خیلی برای من معنا داره. حالا اگر اجازه بدی هلیا جان، این جلسه رو دوباره ما هفته بعدم دوباره بیا و این بحث رو ادامه بدیم، اگر جمع‌بندی داری بکن. من یه چیز کوچیک میگم بعدش، بگو. اینکه حالا من نمیدونم ما، ولی من به نظرم میشه توافق کرد سرش، درسته شما اونجوری که داری میبینین انگار نمیشه، ولی از نظر من میشه، به خاطر اینکه قبول دارم این همه شواهد یه جورایی انگار نشون داده که هر کی میخواد فقط این وسط نفس خودش رو بیاره، یا ولی توی جایگاهی که آدما فقط فکرشون این باشه که نه ما میخوایم الان یعنی یه هم فکری داشته باشن، برای اینکه یه چیز درست باشه و با همه چیزای اطلاعات دانش، همه چیزایی که الان به روزه، همه اینا همخوانی داشته باشه، هم راستا باشه، صرفا برای بهزیستی باشه. حالا همین دیگه. مرسی. یه مطلب من بگم، من خیلی سریع دارم چت‌های دوستان رو میخونم. یکی از دوستان نوشته یعنی الان دانشمندان مسلمان نمیتوانن توافق کنن. من کی گفتم دانشمندان مسلمان؟ اتفاقا سر علم توافق میکنن با هم، سر علم با هم میتونن توافق کنن. چرا من نمیدونم. اتفاقا مثال خوبی زد دوستمون. ببین دانشمندان مسلمان دوستان در باب اندازه چه میدونم جرم در دین توافق نمیکنن، در باب جرم الکترون با هم توافق دارن، در باب جرم پروتون با هم توافق اون جایی که توافق ندارن در باب اینه که امامت ابوبکر درست میگفت یا حضرت علی، در باب نمیدونم داستان ثقلین، در باب این که دست دوز رو قطع بکنیم، در باب اونجاها توافق ندارن، در باب این که خدا چیست توافق ندارن اتفاقا. حالا بگذاریم. ممنون مرسی اتلیه عزیز که با ما بودین. اتلیه جان حتما هفته آینده هم تشریف کنین، چون هم هفته گذاشتن همین هفته صحبتات مورد توجه قرار گرفت. ممنونم که بودی. میلاد عزیز شما رو بشنویم. من درود می‌فرستم به همه وریا عزیز، مرتضی عزیز و همه دوستان. امیدوارم صدام خوب باشه. چند وقت پیش یه سوالی رو در مورد جیمز لندی می‌خواستم مطرح کنم که اتفاقا جالب شد کشید به این اتاق. و سوالی که از مرسده کردی قبل اینکه خانم هلیا صحبت کنن، میخوام ببینم که وقتی که مثلا یه چیزی یه اتفاقی میفته و ما تاثیر اونو داریم میبینیم، ولی ابزاری واسه یعنی ابزار فیزیکی که تا الان داریم واسه اندازه گیری یا رد کردنش نداریم. اول اینکه پوزیشن عاقلانه واسه این اتفاق چیه؟ یعنی عاقلانش اینه که ما اون طرفی که داره این کارو میکنه، حالا اصلا بحث خدا رو من توی این سوالم نداره، مثلا شعبده بازم نیست، کسی یه ادعایی داره میاد یه چیزی رو به ما نشون میده، ما هم شواهدش رو میبینیم ولی نمیتونیم اثبات کنیم که این فیزیکیه. حالا مثلا یه چیز جدیدتر از اون ابزار اندازه‌گیری ما، خب این کاری که همیشه شعبده بازا دارن 24 ساعت برای ما انجام میدن، دارن کارهایی میکنن که ما نمیتونیم بگیم دقیقاً چه اتفاقی افتاد، از چه قانونی از فیزیک استفاده شد، مگه از این کارا نمیکنن؟ خب چیکار باید کرد؟ فرض ما بر فرض طبیعت گرایی رو که از بین نمیبره. ما میگیم اگر پدیده ای رو براش توضیحی نداریم، به این معنی که هنوز توضیح نداریم. فرض طبیعت گرایی رو که خورد نمیکنیم که بگیم یک ماوراء طبیعی وجود داره، میگیم ماوراء طبیعی هنوز هیچ شواهدی برای وجود ماوراء طبیعی نداریم، برای همین به عنوان علت نمیتونیم ازش استفاده کنیم. من چون شواهدی ندارم بین تاسه بین هیچ و تاسه ماورایی،
هر دوش یکیه، نمیتونم به عنوان علت این که چرا یه اتفاق فیزیکی افتاد بگم این تاسای ماورایی بود. میگم آقا این فرقش با هیچ چیه، اگر هیچ علت نمیتونه علت باشه پس اینم نمیتونه علت باشه دیگه. میدونید منظورم چیه؟ یعنی حتی اگر ندونم میگم نمیدونم، این پاسخ صادقانه تره تا اینکه یه چیزی در بیارم از خودم به جاش بذارم. که بفرمه بعد از جایی که حالا این فرد بخواد ادعای ماورایی بکنه، اون زمان ما باید بیایم بگیم که این یه شخص شیاده، یا چون ما باز نمیدونیم همین پوزیشن رو باید داشته باشیم؟ ببینید خب این پوزیشن رندی بود. رندی میگفت آقا شعبده بازی که میاد و شعبده بازی میکنه ولی به جای اینکه بگه من دارم گولتون میزنم، میگه من نیروهایی دارم، اینا کسایی هستند که به سمت دارک ساید رفتن، به سمت پلیدی رفتن، شیادن. میگه و برای همین دستشون رو میکرد، برای همین دست اون یارو مرد اسمش چی بود، یوری چی بود اسمش، که میگه قاشق آب میکنم، برای همین اینا رو افشاشون میکرد. وگرنه چه کاری شعبده باز هم دیگه رو افشا نمیکنن، چون یک اسراری، اسرار مگوست به قول خودشون، این کارا رو نمیکنن. ولی وقتی این آدم شریفی بود میگه آقا این داره مردم رو این داره یک تریک ساده رو آورده و با این کارهایی که این داره میکنه یه عده رو داره گول میزنه، یه عده رو داره اینا پلیدن برای اینکه شما رو به باور به چیزهای عجیب و غریب سوق میدن. یعنی اگر آقای یوری میومد گفت من فلز و آب میکنم، میدونی چقدر روی ذهن آدما تاثیر میذاشت؟ خیلی آدمایی که به این چیزا باور نداشتن یهو باور میکردن، میگفتن آقا نگاه کن داره آب میکنه، پس یه نیروهایی هست، پس آدمهایی هستن با نیروهای عجیب غریب، پس نمیدونم، پس عصای موسی میتونه دریا رو باز بکنه وقتی این داره فلز و آب میکنه. میدونی چقدر اینا پلید و شیادن؟ خب جالبی رندی و شرافت رندی در این بود که دست این پلیدها رو افشا میکرد. وگرنه کسی که دیوید کاپلفیلد که پلید نیست، اون میگه آقا من دارم گولت میزنم، میگه دارم گولت میزنم، نمیگه من نیروهای عجیب غریب دارم. که خب و فرض ما بر اینه که آقا اگه ما چیزی رو براش توضیحی نداریم، تو شرایط آزمایشگاهی میاریم امتحانش میکنیم ببینیم توضیح داریم نه. هیچ کدوم از این کسانی که از این ادعا میکنن تو شرایط آزمایشگاهی که یه نشسته باشن 4 تا دانشمند تست بکنن حاضر نمیشن، چون اگر بیان اونجا تست بکنن کار نمیکنه، شکست میخورن. برای همین رندین اواخر فکر کنم 10 میلیون دلار بود، یا یادم نیست چند میلیون دلار بود جایزش، که آقا هر نیرویی دارید بیارید در شرایط آزمایشگاهی ما تست کنیم، اگر نشون بدید که سایکیک پاور دارید چک 10 میلیون دلاریتون رو بگیرید برید. ولی هیچ کس نتونست این کارو بکنه، تمام ان شاءالله‌تنا شکست خوردن و اینه که اتفاقا شرافت امثال رندی رو نشون میده. بگذاریم که یک مرد بی شرافت این روزها عکسش رو گرفته و بی آبرو کرده، ولی به هر حال بگذاریم. حالا بفرمایید اگر نکته دیگری هم هست. حالا مثلا این چون الان دو تا سوال شد، یکی این که اگه پس ما یک درصد یا حالا کمتر فرای اون چیزی که حالا فیزیک هست رو بپذیریم، یعنی فرای واقعیت رو بپذیریم، دیگه اون دریچه‌اش باز میشه دیگه. یعنی اگه اون کوچیکترین نرم قبول کنیم، یه هر محمدی رو میشه چه مثلا امام و خدا و تمام اینا رو میشه توش وارد کرد. دوم این که مثلا یه چیزی باشه که تریک نباشه، شعبده نباشه، خب یه چیزی باشه که واقعا مثلا علمی باشه، ولی نه مثلا اون موقع ما ابزارش نشته باشیم، چون حالا مثال درستی واسش ندارم، یه چیز فرضی تو ذهن خودم. به طور مثال یه کسی مثلا 700 سال پیش برق رو فکر کن مثلا درست کرده باشه، بیاد مثلا تو اون شرایطی که کسی نمیدونه سینکی چی چیه و نمیدونم مگنت چیه و این مثلا یه ترانسمیشنی درست کرده باشه، بتونه مثلا انتقال بده و مثلا شواهدش هم این باشه که آدم ها دست میزنن مثلا برق میگیرشون یا یه روشنایی به وجود میاره، ولی فیزیکدانان خب اون موقع همچین قدرتی رو نداشتن که مثلا بتونن مثلا متوجه بشن که این چه قدرتی داره. حالا چون شواهدش تو طبیعت مثل رعد و برق وجود داشته باشه، اینو سریع‌تر میشه رد کرد. فرض من یه همچین چیزیه که یه چیزی رو کسی کشف کنه که علمی باشه ولی بخواد ازش استفاده سو بکنه.
بله خب این اتفاق همیشه بوده دیگه، شعبده بازا همیشه در طول تاریخ یک قانون فیزیکی رو کشف میکردن باش گول میزدن، یا اینکه نگاه میکردن ببینن روی ذهن آدما کار میکردن، یعنی نگاه میکردن ببینن شما کجاهاست که گپ هست، یعنی روی گپ هایی که تو کانشسنس ما هست کار میکنن، نگاه میکردن کجاها میتونید گول بخورید، اینا خوب بلدن که نگاه وقتی شما این کارهایی که شعبده بازا با دستشون میکنن به شما میگید تو دستش چیزی بود و گم شد، دقیقاً اونا میدونن که چشم ما چطور حرکت میکنه، ما عادت به دیدنش پدیده ها چجوری داریم و روی اون عادت ها حرکت میکنن و یک عادتی رو میشکنن و ما با تعجب میکنیم میگیم سکه تو این دستش بود چطور رفت تو این دستش، یعنی یا به گونه ایلوژن دارن ما رو فریب میدن یا اینکه از یه قانون فیزیکی استفاده میکنن، چیزی غیر از این نیست. قوانین این جهان رو که نمیشکنن، آیا ما باور داریم شعبده باز قوانین فیزیک رو میشکنه که یه کاری میکنه؟ خیر، حتی اگه کسی نمیدونم لامپو بگیره تو دستش این لامپ روشن بشه، ما یه توضیح فیزیکی براش داریم، میگیم یا آقا یک جریان کارنتی داره توی انگشت این آدم رد میشه از این انگشتش به اون انگشتش، یا یه باتری بوده زیر پوستش گذاشته، یا نمیدونم توی اون لامپه یه باتری هست، یک جوری باید توضیحش داد. ربطش نمیتونیم بدیم به ماورا، که اگر ربطش بدیم به ماورا یعنی از همونجا خودمون شروع کردیم به گول زدن، یعنی از همونجا شروع کردیم به تاس ماورایی استعلایی باور پیدا کردن. حالا اگر نکته دیگری نیست که با دوستان دیگر صحبت کنیم، چون نه ممنونم، خواهش میکنم، مرسی حجت جان، نظر خودت چی؟ شما میلاد جان بله مرسی، یه دوست از دیگه روی استیج بودن تشریف بردن، اگه تشریف بردن بالا مجدد مگه 22 وقت رو بهشون میدیم فلان سعید هست. آره نه جناب سعید یه آقای دیگه هم بودن تشریف بردن قبل از شما بودن، ولی خب شما بفرمایید اگه ایشون اومدن میریم خدمتشون، بفرمایید. سعید سلام عرض ادب آقای وریا، من یه دو تا سوال ساده داشتم. یکی اینکه طبیعت گرایی حالا زیر مجموعه این آگنوستیک بودنه، یا آگنوستیک بودن زیر مجموعه طبیعت گراییه؟ و سوال دومم اینه که حالا شما به عنوان یک طبیعت گرا اگر مثلا بخواید به خدایی برسی، آیا خدای شما باید ماده باشه آقای وریا؟ باید شما بتونین اونو تو لوله آزمایشگاه آزمایش کنید، نمیدونم باید ببینیدش، همه این چیزهایی که میگیم یا صداشو بشنویم، همه اینا برمیگرده به دنیای مادی، یا این خدا باید ورای یک دنیای مادی باشه؟ به نظر شما کدوم عقلانی تره، کدوم معقول تره؟ تو میگی یا من بگم؟ جناب سعید، اولا که اگناستیسیزم و طبیعت گرایی حالا لزومن هیچ کدوم زیر مجموع اون یکی نیستن. اگناستیسیزم یعنی چی؟ یعنی آقا من یک چیزی را نمیدانم، یعنی در مورد یک چیزی دانش ندارم. دانش یک چیزیه که یعنی یک اون چیزی که 100%. مثلا وقتی من میگم آقا من دانش ندارم که الان توی اون باغ اون پشت خونم الان یه دونه روباه هست یا نه، خب باور ندارم که روباه هست، چون روباها خیلی کمن توی لندن، الان موقع شبم بیرون نمیان، باور ندارم که الان اونجای روباهه، خب ولی نمیتونم بگم میدانم که نیست، دانش ندارم بهش و نمیتونم حتی دانش داشته باشم که هست، چون نمیتونم برم پنجره رو ببینم، خب پس اگناستیکم نسبت بهش، خب ولی ناباورم. طبیعت گرایی اصلا یه چیز دیگه است. طبیعت گرایی یک نظامه، یک مدله، یک مدل برای توضیح جهان. طبیعت گرایی میگه آقا من توی مفروضاتم میگم یک طبیعتی هست، یک قوانینی داره، یک ماده و انرژی داره، یک قوانین طبیعی پشتشه، اینا همینایی که میبینم قابل مشاهده است، این رو بهش میگیم اون چیزهایی که وجود دارن، این ریالیتی، این واقعیت ما یک واقعیت طبیعی است که علی هم هست، علیت توش کار میکنه، این واقعیت هست و بهترین ابزار برای توضیح این واقعیت علی روش علمی است و با روش علمی دارم این واقعیت رو توضیح میدم و توی روش علمی من از پدیده های فراطبیعی برای توضیح این واقعیت طبیعی استفاده نمی کنم. اگه چیزی رو نمیدونم میگم نمیدونم، نمیگم روحه، نمیگم خداست، میگم نمیدونم، اونقدر آزمایش میکنم تا بالاخره یه مدل توی مدلم یه جوری جاش بدم. اگه میبینم چرا سرعت نور رو از هر طرف میسنجم 300,000 کیلومتره، این اتفاق اشتباه مشکل پیش اومد، مایکلسون و مولی یک انترفرومتر درست کردن، میزی بود که میچرخوندنش و میخواستن سرعت نور رو با این ور سرعت کره زمین و اون طرف سرعت کره زمین محاسبه کنن کم و زیاد بشه، میگن نه آقا از هر طرف 300,000 تاست، نه سرعت زمین بهش اضافه میشه نه کم میشه. خب عجیب
بود که مگه میشه سرعت نور از هر طرف 300,000 تا باشه؟ خب نمیشه. و اگر قرار بود که به عقلشون جور در نیاد میگفتن خدا باعث میشه. همین داستان فوتو الکتریک افکت که یکی از اون سه تا پیپر یکی انیشتن نوشته عجیب غریب بود. نمیدونستن که چرا ما هرچی شدت نور رو اضافه میکنیم چرا مقدار الکترون ها که آزاد میشه فرق نمیکنه، همون قدره. و بعد اومدن دیدن فرکانسش رو باید تغییر بدیم. خب نمیتونستن توضیحش بدن، چون نمیتونستن توضیح بدن به راحتی میتونستن بگن خداست. ولی نمیشه، تو طبیعتگرایی ما اینو نمیگیم. قدیم اگه آدمی کشته میشد، اون قدیما وقتی میخواستن فریب بدن آدما رو، مثلا یه کسی میرفت دور و بر خونه یه کسی میگشت، چند تا استخون مینداخت و این چند تا بعضی وقتا شبا میرفت ناله میکرد و صدای زوزه در میآورد، از این کارا میکرد، گفتن این خونه جن زده است، تبدیل میشد به خونه جن زده. یعنی شما به راحتی میتونستی به دیگران با قبولونی که یک جای جن نیست. و بعد اگر دو ماه بعدم میرفت تو خونه اون آدم و اون آدمو میکشت و دار میآویخت، میگفتن بله دیگه این جن ها اومدن اینو دار زدن. هیچ کس دنبالی نمیرفت که بابا یه آدم واقعی اومده اینو دار زده، جنی وجود ندارد. ولی وقتی طبیعت گرایی به کار افتاد دیگه تو قرن 20 وقتی پلیس اومد، شما پلیس اگر میگفتی آقا اینجا این خانم بغلی جادوگر بود که اون یکی رو کشت، پلیس قبول نمیکنه، میگفت شما بفرمایید برید تشریف ببرید، ما اول میریم تحقیق میکنیم ببینیم چی شد. وقتی توی اهرام مصر اینا باز کردن در اون چیزا رو دهه 1930 بود و یه دشون مردن، یه چند نفریشون مردن، همه گفتن جادوی فرعون بود و نمیدونم کرس بود و آقا نباید این قبر اینها رو دست میزدید و یه عده آماده بودن که بپذیرن یک نیروی ماورایی باعث شد اینا مردن. بعد دفعه تقیان کردن آقا یه باکتری بوده اونجا که مدت که جاهای دیگر کره زمین نبوده، اونجا از تو بقیه زمین از بین رفته، به نظر می اومد این بوشالا یا چه قدم توضیح دیگری داشت، ولی اونجا هنوز باقی مونده بود چون اونجا آیسولیت شده بود و اینا گرفتن و مردن. خب این توضیح طبیعت گرایانه است. حالا این که در طبیعت گرایی خدا باید دیده بشه، نه، اگر چیزی دیده بشه که دیگه خدا نیست، اگر چیزی دیده بشه میشه جزء طبیعت. ما داریم میگیم طبیعت گرایی مدل بهتری است برای توضیح واقعیت ما. وقتی خدا رو وارد میکنی طبیعت گرایی به هم میریزه. من میگم مدل تئیستی که خدا داره، روح داره، معجزه داره، وحی داره، نمیدونم کتاب مقدس داره، مدلیه با یک عالمه تناقض، با یک عالمه مجهول که این مجهولات نمیخورن، با هم جور در نمیاد، بعد توضیح میده، به اجماع نمیشه سرش برسیم. طبیعت گرایی مدل بهتریه چون مجهولاتش کمتره و همه چی رو خوب توضیح میده، گیر نمیکنه. اگر رسیدیم سر این که آقا چرا فلان کتاب نوشته شده، نمیایم گیر کنیم به ایمانی بریم جلو هر کسی حرف بزنیم، میگیم نه، به مدل طبیعت گرایانه میگه آقا آدم های اون موقع اینجوری فکر میکردن، اینم باوراشون بوده، اینم باورای محلیشون بوده، اینم اساطیرشون بوده، میشه فهمید چرا گفته آسمان رو از زمین جدا کردیم، چون باور مثلا بین النهرینیا بوده، قبلش هم اومده، چینی هم همچین حرفی زدن. این میشه نگاه طبیعت گرایانه. بدون ورود ماورا و طبیعه سعی میکنه جهان رو توضیح بده، که البته این نگاه طبیعت گرایانه همراه با اگنوستیسیسم اینها با هم در واقع در همبستگی خیلی بالا هستن، ولی مطمئنن یکی نیستن. بله. طبیعت گرایانه یه مدل، اگنوستیسیسم یک نوعی از باور نسبت به یک مدل خاص، یک چیز خاص. طبیعت گرایی یک مدل برای توضیح این واقعیت. اگنوستیسیسم که شما میتونید در مورد یه باور کار میکنه که آقا به یک باوری شما اگنوستیک هستید یا نه. مثل این هست، بذاریم من این مثل خیلی ساده تر بزنم. مثل این هستش که شما یه جایی وایستادید روی نقطه صفر، چپتون رو نگاه میکنید نقطه منفی 50 است، راستتون رو نگاه میکنید نقطه 50 است، مثبت 50 است. اگنوستیسیسم همون وایستادن در نقطه صفره. تا زمانی که شواهدی برای ادعایی که میشه برای افراد اگنوستیک وجود نداشته باشه، در اون نقطه صفر همیشه باقی میمونن، که ما در علم بهش میگیم فرضیه صفر. فکر میکنم مثالی که من دارم میزنم خیلی ساده است، ولی طبیعت گرایانه یا روی کرده طبیعت گرایانه یعنی اینه که شما یک سری قوانین رو قبول دارید، مثل اینکه شما به یک کشور مهاجرت بکنید، قسم بخورید پاسپورتون کشور رو بگیرید و به یک سری از قوانین رضایت بدید که در واقع پایبند هستید برای تمام مدتی که در اون کشور زندگی میکنید. قوانین راهنمای رانندگی رو اجرا بکنید، اگر اجرا نکنید مطمئنا جریمه میگیرید، مالیات پرداخت بکنید، بیمه پرداخت بکنید و مسائل دیگه، چه میدونم به آزادی بیان بقیه افراد احترام بذارید و غیره. یه دفعه نمیتونید شما بگید که باشه پاسپورت رو به من بده،
یه دفعه بیاد مردم رو وسط خیابون به دار بکشید به این خاطر که یکی به خدا باور داره یکی به خدا باور نداره، یا خدای شما رو رد میکنه، دفعه بگید که نه من دیگه از امروز نمیخوام مالیات پرداخت کنم یا بیمه پرداخت کنم. نه اینجوری نمیشه. یا یه قوانین رو شما میپذیرید، یا دیگه اگر قوانین رو نمیپذیرید دیگه از اون سیستم فکری کاملا خارج شدید و هر شر اتفاقی ممکنه بیفته، هر پدیده ای رو شما ممکنه باور بکنید یا ممکنه وارد سیستم عصبیتون بکنید، هر چیزی برای شما در اون وضعیت ممکنه معنادار باشه که خب الزاماً معنادار نیست البته در واقعیت. بفرمایید. خب آقای امیری شما فرمودید خدا نمیتونه ماده باشه دیگه. خب الان اگر قرار باشه ما تکلیف خدا رو مشخص کنیم، با طبیعت داره که جلوی این بحثش جداست، مقولش جداست، رتبه خدا نداره. خب الان شما بخواید به عنوان یک طبیعتگرا مثلا در مورد خدا تحقیق کنین، خب با چه علمی میخواین برین جلو؟ خدا نه ماده است، نه لمس میشه، نه دیده میشه، نه شنیده میشه، نه چی بگم میشه رو اوله. خب میخواین چیکار کنین الان؟ خب میشه همین دیگه، میشه همین انتظارم که نمیشه همین بطری که داره یک ساعت در مورد صحبت میکنه مثلا که قبول نمیکنین. جناب سعید اول روم بودید که ما در مورد تاس های متافیزیکی و تاس های و هیچ صحبت کردیم. ببینید شما دارین میگید آقا شما از کجا میتونی، من دارم میگم تو یکی از این بطری ها تاس های ماورایی استعلاییه، تو یکیش هیچه. خب بعد شما میایید میگی آقا من از کجا بدونم تو یکیش یه چیزیه؟ من میگم شما هیچ روش علمی نداری که اینو اندازه بگیری. نه این تاسای ماورایی تاش تو آزمایشگاه نمیتونی اندازش بگیری، مادی نیستن، هیچ جور مدل نیستن. یه ادعا دارم میکنم، یه ادعای ابطال ناپذیر میکنم. خب شما نمیتونی اثبات بکنی که این تو با این یکی، این دوتا با هم یکی هن. نمیتونی بگی آقا من میتونم اثبات کنم که این تو تاس ماورایی نیست، ولی چون نمیتونید اثبات کنید آیا میپذیرید؟ شما دارید یک چیزی رو تعریف میکنید به عنوان یک موجودی که غیر مادی است، وجود هم دارد، تازه یک سری صفات هم بهش میدید و قابل مشاهده هم نیست. خب اینطوری میشه هر ادعایی کرد. من دارم میگم شما برای این ادعاتون چطور میتونید منو قانع کنید؟ شواهدی دارید به من بدید؟ قرائنی دارید به من بدید؟ من چجوری قانع بشم؟ من در مورد ادعای خودم صحبت نمی کنم. خب ببینید چه ادعایی شما رو موجه میکنه. من نمیدونم ببینید شما من نمیدونم شما چه جوری میشه. من فقط یه چیزو میدونم، اگه خدایی باشد و واقعا اون خدا بخواد که ما بشناسیمش، خودش بلده چه جوری من بشناسمش. ببینید من اگر یه برنامه ورچوال بنویسم، یه برنامه بنویسم توی فضای مجازی، خب یه جهانی رو درست بکنم، تو این جهانم یه سری AI بریزم که اینا چشمشون رو باز میکنن فهم کنم اونجا مثل میتریکس، خب یه سری برنامن، اصلا آدم هم نیست، یه سری برنامن که تو اون میتریکس هستن. خب من بخوام که اینها بدانند که خالقی هست، خب برنامه رو یه جوری می‌نویسم، همونجا چهار خط برنامه می‌نویسم، انتر رو می‌زنم، تق تو ذهن همشون همون در آن میدونن که خدا هست، میدونن که یک پروگرامری هست، میفهمن که توی میتریکسن. کاری نداره، من میتونم این کارو بکنم. یعنی اگر بخوام خودمو بهشون نشون بدم میتونم چون خالقم، ولی ممکنه اونا هیچ وقت هیچ شواهدی برای اینکه توی میتریکس هستن پیدا نکنن، واقعا شواهدی پیدا نکنن، تا ابد شکاک مدوشن باقی بمونن، بگن آقا ما نمیدونیم از کجا بدونیم. و واقعا هم درست میگن. مسئله من اینه که اگر شما باور، من الان باور نکردم برای اینکه شواهد ندارم، شما که باور کردید، الان باور کردید، اگر شواهدی دارید به من نشون بدید، اگر ندارید نمیتونید بگید مدل طبیعت گرایی خوب نیست، چون من یک خدایی دارم که این خدای من جز طبیعت نیست و طبیعت گرایی خدای من نشون نمیده. خب طبیعت گرایی دقیقاً همینو میگه، میگه من شواهدی از فرا طبیعت ندارم، پس فرض رو بر این میذارم که فرا طبیعتی نیست و با علم سعی میکنم این طبیعت رو نشون بدم. و از همه مهمتر، این خدا چطور تمام این قوانینی که تقریبا بر اساس اون چیزی که ما میدونیم بی نقص آفریده، ولی فقط تنها چیزی که این وسط فیل شده نشون دادن خودش به بشر بود. پنهان شده، یا پنهان شده یا نیست، یکی از این دو حالته. اگه پنهان شده که دیگه ما نمیتونیم، ما اصلا بی خودی داریم دنبالش میگریم، او خواسته پنهان بشه. اصلا اینکه آقا یا من بخوام برم از یه توی یه جنگلی یه دوربینی اون دور گذاشتم رو جو، روی ساتلایت گذاشتم، یه سری مورچه دارن اونجا میگردن، منم نیستم، من مورچه ها تو آفریقا، من تو آمریکا، هیچ روش اینا برای اینکه منو ببینن ندارن، ماهواره منم نمیتونن ببینن.
بعد اون مورچه ها برای خودشون باور کنن به یه چیزی. من نمیخوام اونا منو ببینن، پس باوری هم که دارن میکنن باطله. میدونی من اصلا نمیخوام خودم اونو مگر اینکه من بخوام باهاشون ارتباط بگیرم. اگر بخوام باهاشون ارتباط بگیرم بله، اون موقع بعد یه جوری خودمو بهشون نشون بدم که واقعا منو بفهمن، نه اینکه برم دوباره معلوم خودم ازشون قایم بکنم. یعنی یا این خدا خودشو قایم کرده که ما بی خود بهش باور داریم، یا قوانین آره یا قوانین طبیعیش رو در واقع یه جوری طراحی کرده که ما نمیتونیم به واسطه قوانین طبیعی که در هیچ صورتی ما نمیتونیم رد کنیم، به وسیله این قوانین طبیعی بتونیم به وجودش پی ببریم. ببینید آخه میگین خداوند خودشو پنهان کرده، آقای وریا شما میگین از خورشید باید نور تابیده باشه بشه به خداوند و باستاب من متوجه نشدم خورشید حیفی از نورها رو جذب کنه. مثلا خداوند اگر سیاه پوسته نمیدونم اکثریت نور سفید رو جذب کنه، یا سفید پوسته اکثریت کمترین میزان نور رو جذب کنه، باستاب اون بیاد داخل چشای ما و مغز ما، ما بتونیم خداوند رو ببینیم. یعنی وقتی که ما به یک برگ نگاه میکنیم، برگ سبز نیست که خودتون میدونید دیگه، خب بالاخره چون نور سبز رنگ برگ ها جذب نمیکنن ما برگ رو سبز میبینیم. شما میگین یه همچین اتفاقی باید برای خداوند بیفته، از خورشید نور تابیده بشه. من نمیدونم، من واقعا ببینید من واقعا نمیدونم چه اتفاقی بیفته. من باور میکنم ببینید من نمیدونم واقعا باید یه اتفاقی بیفته که من متوجه بشم. مثلا چجوری بگم، مثلا یک لحظه من چشممو باز کنم و در قلبم مشخص بفهمم که خدا هست، من میگم خیلی خب وقتی دیگه حسش کردم کامل، انگار که خدا خواسته با من ارتباط بگیره. میدونید من تا حالا همچین حسی نداشتم. من فلسفه دین خوندم، کلیسا رفتم، مسجد رفتم، با دینداران نشستم، مدیتیت کردم، معبد رفتم، نشده، باور نکردم. خب چیکار باید بکنم؟ قانع نشدم. خب شما میگید خدا باید چیکار بکنه؟ من نمیدونم. من میگم خدا اگر بخواد که من او رو باور کنم، حتما من باورش میکنم. اگه خدا بخواد، من فکر میکنم کسایی که باور کردن خدا رو به دلایل بد باور کردن، به یه موجود خیالی که اجداد ما ساختن باور کردن به نظر من. ولی اگر من قانع بشم که مشکلی ندارم، فکر میکنم من بدم میادی خدایی باشه، بهشتی باشه، جهنمی هم باشه، حالا جهنم که واقعا نه، ولی یه جهان دیگری باشه و ما جاودانه باشیم، فکر میکنم بدم میاد، منم خوشم میاد، ولی خب قانع نشدم و روی این باورهای اشتباه ملت دین ساختن، تفرقه درست شده، این هم همدیگه رو کشتن، این همه به جون هم افتادیم. میبینم بد مخربه، جلوی علمم تازه وای میسه. خب چیکار کنم؟ میگم نمیتونم باور کنم دیگه، وگرنه اگه خدا بخواد من باور کنم که حتما باید باور کنم. بله من فهم میگم خدا نمیخواد، اگه خدایی باشد. تا حالا شده آقای وریا خودتون حالا بشینه مثلا رازی نیاز کنید بگیم خدایا بله یه حجت یه برهانی منو به درجه یقین برسون؟ تا حالا همچین اتفاقی هم شده؟ تو جالبه که اینو گفتی، بارها و بارها تو کلیسا خب ببینید من آخه همین دارم من میگم، من دارم میگم برهان اختفا همینو میگه، میگه یه عده هستن که میخوان به خدا نزدیک شن. من یکی از اونام. فهم میکنی چرا تمام زندگیمو گذاشتم رو خدا؟ فهم میکنی چند نفر خدا باور هستن که اندازه ماها، یا حالا من خودم اینجا بگم اندازه من، اینقدر کلمه خدا تو زندگیشونه. بابا من فکر کنم من خدا ناباور بیشتر از 95% خدا باورا اینقدر کلمه خدا رو دارم هر روز میگم. نصف کتابخونه من، همه کتابخونه من الان بهتون نشون بدم اینجا، حالا اون دوربین رو نمیتونم بچرخونم، از اول تا آخرش کتاب در مورد خداست. چرا؟ پس برام مهمه، بهش فکر میکنم. با چیکار کنم؟ خب باورم نمیشه. پس حتما شک نکنید که لحظاتی بوده که واقعا سعی کردم خودم رو جای خدا باور بذارم، ببینم میتونم ارتباطی بگیرم، آیا نشانه ای میبینم. فکر میکنید من نشستم فکر کنم که اگر خدا وجود داره مثلا فلان اتفاق بیفته، یا اگر خدا وجود داره خودش رو من نشون بده؟ روزها من بعضی وقتا ساعت ها نشستم و فکر کردم، ساعت بعد روزها در یک جای خلوتی که توی طبیعت جاهای دیگه که بتونم این ارتباطه رو بگیرم. اینو چه ارتباطی؟ نشده، شدنی نیست. و باور من اینه وقتی از نزدیک میبینم، به خصوص من مسیحی ها رو زیاد دیدم، اونا اتفاقا توی این زمینه خیلی از مسلمان ها جلوترن، ارتباط قلبیشون خیلی چیزه. میدیدم دروغ میگن، میدیدم آقا دروغ میگن، من میدیدم speaking the tongue دروغ است، این منو اذیت میدم آقا طرف اشار، من جلوی چشم خود من کس اینا بعد یه حرفایی بزنن، همون چیزی که توی فارسیش میگن شط و تامات، که دراویش چیز میگه، صوفیان میگفتن حرفای عجیب به زبان، میگن speaking the tongue، speaking tongue یادم نمیاد، داره speaking the tongue همچین چیزی. شما اگر این کارو بکنی توی کلیسا، یعنی به اون مرحله‌ای رسیدی که شما تجربه رو داشتی.
وقتی نمیتونستن کشیش زیر لب من شنیدم که به اون بچه گفت just fake it. گفت آقا till you make it. نه 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 یواشکی گفت آره till you make it که هیچی. نه 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 گفت ببین الان موقعشه، فقط فیکش کن، یعنی انجام بده، برو اون وسط خودتو بنداز زمین، اون حرفای عجیب غریب رو بزن. من شوکه شدم. نه این که حالا این یه دونشه، حالا شما نمیتونید بگید چون یه دونه اینجوری بوده همشون دروغ میگن، ولی این صحنه ها رو زیاد دیدم، احساس کردم آقا اینها هم یه سری آدمن که تو کامیونیتی ان، همدیگه رو دوست دارن، کنار هم دلشون خوشه، خیلی جاهام شک دارن، ولی حاضر نیستن سراغ اندیشه عقلانی برن، حاضر نیستن سراغ حقیقت برن، دلشون به همدیگه خوشه، میترسن این باورشون از دستشون بیفته. منم دیدم آقا یه مرحله جامپ، یا خدایی هست یا خدایی نیست. اگر خدایی باشد دلش نمیخواد من بهش دروغ بگم. اتفاقا اینی که دلایلی که ایفیس شدم همین بود، گفتم آقا اگه خدا باشه من بعدا شرمنده میشم پیشش با این همه دروغی که اطرافیانم شنیدن و این همه دروغی که گفتم و این ادیان دروغین. آخه اصلا این میشه؟ من اگه خدا باشه اونجا میگه خجالت نکشیدی رفتی وسط این دروغ زنانی که به نام من دین ساختن؟ دیدم اصلا مایه شرمندگیه، من نمیتونم به خودم دروغ بگم. یکی از دلایلی که ایفیس شدم همین بود. یادم آقا عقلم به من میگه باور کردن غیر عقلانی است. پس بذار حداقل به عقلم خیانت نکنم. اون جهانم اگر خدایی بود میگم آقا من عقلم سعی کردم باورم نشد، را چیکار کنم؟ اگه خدای خوبی باشه، اگه خدای عاقلی باشه، خدای مهربانی باشه، منو شکنجه نمیده. اگرم خدای بدی باشه که میگه نه باید به زور باور میکرد، حالا بیا شکنجه بشه، خب دیگه چیکار کنم؟ دیگه کاری از دستم برمیاد. و از همه مهمتر، حالا وریا بخش خیلی زیادی از زندگیشو در ایران نبوده و زندگی نکرده. من که تا 28 سالگی در ایران بودم، در یکی از مذهبی ترین شهرهای ایرانم زندگی کردم. ما حالت پیشفرضمون این هست که خدا باور باشیم زمانی که به دنیا میایم، حتی اگر از خانواده غیر سنتی بیایم. یعنی شما واقعا فکر کردید که بنده مثلا از اول، حالا وریا اینجا بزرگ شده، بخش خیلی زیادی هم از زندگیش اینجا بوده، یعنی فکر میکنید من از اول اگناستیک بودم یا ایتیست بودم؟ نه، ما هم باور داشتیم، ما هم دنبالش گشتیم، ما هم جوابی نگرفتیم، ما هم این تناقضات رو دیدیم در طول زمان، ما هم دیدیم وقتی صداش میکنیم هیچ جوابی ازش نمیشنویم. یعنی شما هم، من شما رو درک میکنم ها، با توجه به اینکه محیطتون هم تغییر نکرده، خیلی سخته که این لباسه رو بندازید از تنتون، پوستتون در بیایید. ولی ما این دوران رو گذروندیم، وقتی اومدیم بیرون از این پوست، اومدیم بیرون دیدیم اتفاقا چقدر رویارویی با حقایق زیباتر. ترسناکه ها، خیلی ترسناکه، ولی خیلی زیباتره. در این توهمی که همیشه یک چیزی هست نگهدار ماست، کنترل زندگی ما به دستشه، ما رو در شرایط سخت ممکنه یاری کنه، این به نظر من در طولانی مدت خیلی میتونه خطرناکتر باشه. به این خاطر که به این نتیجه میرسی بعد از یه مدت که کنترل زندگیت به دست تو نیست. شما زمانی که به متدهای روان درمانی هم نگاه میکنید، اولین قدم این هستش که شخص بپذیره مشکل داره و حقیقت، واقعیت رو بپذیره. شما وقتی واقعیت رو نپذیرید دیگه هر اتفاقی ممکنه براتون بیفته. بنابراین چیزی که من میخوام بهتون بگم، بریا ممکنه خیلی کمتر از من، ولی من کاملا خدا باور بودم و شاید باورمندترین عضو خانواده خودم بودم، ولی دیدم به هیچ جایی نرسیدم. فقط یک امید واهی برای من بود و این لباس رو کندم و انداختم. خیلی هم طول کشید، دیدن 10 سال. من یادم اولین بار این سوال رو از من پرسیدی، 10 سال این پروسه طول کشید، ولی الان میبینم چقدر دارم راحت‌تر زندگی. ممکنه الزاماً شادتر زندگی نکنم، ولی راحت‌تر دارم زندگی میکنم. حداقلش که میدونم کنترل زندگی، بخش خیلی زیادی از زندگی کنترلش به دست من. خب سعید جان ممنون. اگر اجازه بدید با دوست آخرم صحبت کنیم، حالا باز این هفته بعد هم میتونید تشریف بیارید و فکر کنم باز بتونیم بحث رو ادامه بدیم. بله، فقط تشکر کنم، ممنون وقتتون رو دادیم به من. مرسی از شما، مرسی، مخلص. ممنون از شما. من چون حجت جان تو خاطره ای نداری از تو از داستان ایفیس شدن خاطره ای نداری؟ من حقیقتش به خاطر اینکه هم پدرم هم مادرم ایتیست بودن، خب منم فکر کنم گرایش هم به اون سمت بیشتر بود، ولی همونجور که یه بارم برات توضیح دادم و تو اتفاقا خیلی حرف جالبی زدی اون موقع به من، گفتن که یه روز کلاس دوم دبستان بودم وقتی راجع به برهان نظم و اینها صحبت میشد، اومدم خونه وزیر گلدونی خوابیدم و هی گفتم با خودم خدایا اگه وجود داری این برگو بنداز که من بفهمم، و بعد همین کارو هی تکرار میکردم و میخواستم که این نشونه به من بده. که اونجا یادم برگشت به من گفتی اگر اونجا بر اثر اتفاق اون برد می افتاد شاید تو هم یه باورمند می شدی.
و دیدم واقعا آره چقدر سطحی‌نگر بودم اون موقع به معنی بچه. خب اگه واقعا این اتفاق میافتاد شاید واقعا روند زندگی آدم عوض بشه، باید مواظب این اتفاق ها هم باش. ممنون همایون عزیز رو بشنویم. مخلصیم همایون جان. ما چون بعد زود اتاقو ببندیم، اگر حالا شما سریع بفرمایید، اگه نکته طولانیه که هفته بعد بیشتر در موردش صحبت کنیم بفرمایید. درود. نه سلامتی که درود میگه به شما. نه کوتاه، بسیار کوتاه. بی بستگی داره خودتون شاید بخواید توضیح بدیم. من گفتم که شما برای خودم خیلی با سواری هستین اینو اضافه بکنم، فکر میکنم برای برنامه‌تون جالب باشه این پرسشی که میخوام بکنم. میخواستم برای پیجازو بگم چه نبودین یکی دو ماهی کم بودین ولی خیلی پیشرفت کردین. خیلی من دارم یوتیوب هم همزمان میبینم، سرشو بستم چه خوشگلتر شد و پس زمین خوب شد و چه لباس قشنگی پوشیده خانم مرسده، خیلی خوش رنگ، خیلی به نظرم خوب شد. امیدوارم که کم کم قشنگ تلویزیون بشه و از اینم بهتر بشه. خب حالا من برم سراغ اصل مطلب درباره نچرالیسم. کنتینگا یه حرفی میزنه، من اینو میخوام بگم بعد دیدگاه خودم پاسخ خودم کوتاه بگم سپس ببینم که شما حالا چجوری سنگارش صحبت کنید. یه حرفی کنتینگا میزنه که بهش میگن سلف دیفیت. میگه که اگه نچرالیزم داره میگه که کاگنیتیو فکیولیتیز ما، کارکرد ذهنی ما، توان ذهنی ما همونجوری که ما توی فرگشت انگار گفته میشه، اگه این نمیشه خیلی بهش اطمینان داشت، اگه اینقدر ضعیفه بله بله. خودش رو معبود میکنه دیگه. بله هم argument from naturalism. این argument from naturalism اینو نمیدونم اشکان الان هست توی چت یا نه، یک مقاله هست توی یوتیوب. اشکان عزیز مقاله جالبی نوشته که من دارم میخونم، خیلی خیلی جالبه و پاسخ داده. من ازش میخوام که الان که اینو گفتید پس حالا توی هفته های آینده یه جلسه که اشکان باشه بگم، پاسخ خیلی خیلی جالبی اشکان داره. نه فقط اشکان، چند نفر پاسخ دادن، پاسخهای خوب به این داستان داده شده و البته از سی اس لوئیس شروع شد و پلانتگار روی ادعای سی اس لوئیس ساخته. حالا که شما اینو گفتید اگر اجازه بدید اینو نگه دارید که اشکان باشه مقاله اشکان، اصلا شاید بتونیم، چون صحبت این بود که اصلا ما بعضی وقتا مقاله ای رو با هم بخونیم، میتونیم مقاله اشکان رو بررسی کنیم. شما هم باشید بیاید بالا که در موردش گفتگو کنیم، فکر کنم خیلی جالب تر بشه تا اینکه الان ما خیلی تون تون جواب بدیم اگر موافقید. خب من چقدر زمان دارم ادامه بدم؟ بفرمایید اگه توی 2 دقیقه جمع‌بندی کنید، ولی بعد دیگه من پاسخی نمیدم. بعد توی هفته‌های آینده از اشکان میخوام که بیاد. البته مقاله‌اش هنوز چاپ نشده، این مقاله هم که برای من فرستاده روش چیز هست، یعنی یک علامت لوگو هست که یعنی چاپ نشده است، مقاله زیر دست چاپه، ولی فکر کنم میتونیم در موردش صحبت کنیم. فکر کنم خودش حاضر باشه که بیاد مقاله رو توضیح بده. بفرمایید. بسیار خوب. من حرفم اینه که ما آدمایی که تاریخ خوندیم، فلسفه خوندیم، یه بالاخره دین رو خیلی خوب خوندیم، یعنی میدونیم که مثلا یهودیت توش چند تا خدا بوده، بعد مثلا الهیم میره، یهوه مثلا میمونه، بعد همون توی اسلام مثلا میشه الله، یا توی مثلا تأثیری که از دین میترایی بوده توی مسیحیت به یه شکل دیگه سگانه پرستی خودش رو توی نایسیا نشون میده. این همه رو میدونیم. خب یعنی میدونیم چیزایی که خیلیشون میگن از کجا اومد و به این اعتماد نمی کنیم، پس اینا رو بذاریم کنار، ولی بریم سراغ خدای، یعنی مانند خدای پنفیزم یا پنفیزم یا خدای دیزم که نبودن بیشتر، حالا پس پشت دیزم خودش چند مدل داره نبودن بیشتر میشه صحبت کرد. ولی حالا من مسئله خدا رو بخوام بذارم کنار، من یه تفاوتی که با یه نچرالیست دارم اینه که میگم نچرالیست میگه ما فقط بیا درباره اون چیزی که میتونیم اندازه گیری بکنیم، درباره فیزیک ساینسشون کار میکنه حرف بزنیم. من میگم نه، ما با فیزیک و اینا رو که داریم به قطعیت نه 100% ولی 99% اینا صحبت میکنیم، اوکی؟ ولی یه سری مسائلی هست که اصلا نمیتونیم بدونیم. همونجوری که کانت میگه، یه چیزی که یه پرسشی که کانت مطرح میکنه توی فلسفه آلمانی خیلی بهش میپردازه اینه که واس کن ایش وسن، به انگلیسی میشه وات کن آی نو، چی رو میتونم بدونم. چیزی هست مثلا نمیتونیم بدونیم، ولی من حرفم اینه که اوکی اگه درباره این چیزی که نمیتونیم بدونیم میتونیم اندازه‌گیری کنیم، در روح چون ابزارش رو نداریم نمیتونیم به قطعیت صحبت بکنیم، دلیل نمیشه که اصلا صحبت نکنیم. میتونیم صحبت کنیم، بررسی بکنیم،
و بگیم نظر من اینه، میتونه به این درصد در این صورت درست باشم بهش باور دارم. آخه چطور بررسی کنیم؟ آخه چطور در مورد چیزی که نمیدونیم چطور میخوایم بررسی چجوری بکنیم؟ بررسی کردن یعنی به گونه یک چیزی در موردش دانستن دیگه. وقتی هیچی نمیدونیم یعنی چی بررسی بکنیم؟ اصلا اتفاقا من اینجا جمله آخری بود که کتاب تراکتاتوس ویتگنشتاین رو براتون میخونم، میگه where of we cannot speak thereof we have to remain silent. البته اگه درست جمله رو خونم میگه آنجا که نمیتوانیم سخن بگوییم اونجا باید سکوت بکنیم. اتفاقا دقیقاً باید سکوت کرد و به نظر من خدا از اون جاهاست که چیزاست که در موردش باید سکوت کرد، چون نمیشه صحبت کرد در موردش. حالا اگه اجازه بدید من اینو ده هفته بعد ادامه بدیم چون واقعا دیر شده. ولی منظور ویتگنشتاین این نبود، منظور ویتگنشتاین خودش خدا باور بود. ولی حالا اینو بذاریم که من زمان برنامه‌تون نگیرم، میخوام بگم که من میگم همونجوری که خیلی از فیلسوفا دربارش صحبت کردن، حالا با اینتویشن و اینا میگم میتونیم بهش برسیم. به نظرم میشه دربارش صحبت کرد. به نظرم چیز اینکه این تاپیکو بذاریم کنار بگیم اینا همش احمقانه است درست نیست. من خواهش میکنم من اصلا نمیگم احمقانه است واقعا، و من بحث در باب خدا رو دوست دارم و فکر میکنم خیلی بحث جذابیه. من دینداری و دین باوری به نظرم خیلی مضر و مزاحم بشریت بوده، اما بحث خدا میتونه خیلی خیلی پیچیده تر از بحث ادیان باشه. من هیچ مشکلی ندارم، اصلا هم نمیگم هر کی خدا باور احمق، اصلا من این همه فیلسوف جدی خدا باور هست که من با خوندنشون لذت میبرم. اصلا لذتی که من از خوندن خیلی فیلسوفای خدا باور میبرم از خوندن خیلی از ایفیستا نمیبرم، ولی ربطی نداره. یعنی خدا باورای پیچیده وجود دارن، ولی من هنوز فکر میکنم که خدا باوری موجه نیست و فکر میکنم طبیعت گرایی بهتره. حالا به هر حال ممنون، مرسی، و اگر خواستید اون جلسه رو با اشکان میذاریم و شما هم تشریف بیارید که در موردش صحبت کنیم، در مورد برهان پلانتینگ، در مورد روح هم اگه صحبت کنیم من دوست دارم بیام. حتما. مرسی از همه عزیزان که تا این لحظه با ما بودن. من از اشکان عزیز خواهش میکنم حالا که صحبت مقالش شده و دوستانم مشتاق شدن، حتما هم انتشار مقالش رو به ما اطلاع بده که بتونیم کانال سریام راجبی صحبت کنیم، هم این که اینجا هر زمان که وقت کرد حضور داشته باشه بردار شما استفاده کنم، خیلی ممنون میشم. بچه‌ها ممنون، خیلی مرسی. حجت فکر کنم مرسده میخواد یه آزمایش آخری هم انجام بده. برو ببینم این بداهه، برو ببینیم چه آزمایشی. یه آزمایش میخوام بکنم، فکر میکنم که مهمترین آزمایش تاریخ خواهد شد و یکی از سوالات اساسی بشر رو پاسخ بده. خب چی آزمایش؟ توضیح بده. از سه به پایین انتخاب میکنی یا سه به بالا؟ بگم تو دلم انتخاب. نه بگو بگم. سه به بالا. سه به بالا، خیلی خوب. اگر تا سه به پایین اومد خدا زنه، فیمیل. اگر سه به بالا اومد خدا مرد. خب اگر سه اومد چی؟ سه و سه به پایین، سه به بالا. اگه سه اومد میشه جنسیت نداره دیگه خدا ها؟ نه سه و سه به پایین فیمیل. بریز. مرسی روشن کردی. بریز ریویو شد. یک اومد. خدا فیمیل شد. خدا فیمیل. به نظر منم آره، خود واقعا خدا اگه زن باشه بیشتر معنا میده. بابا زنه که خلق میکنه دیگه. ولی در این آزمایشتون حد استقرار رعایت نشده و آزمایش باطله. مرسی. یه عکسی بگیریم. بذار من اینجوری نگه دارم تو اینجوری. اون خالیه رو داره. استلایه دست تو. اینم دست من. اینجوری باید بگیریم که اینجوری بیارش نزدیک، بیار نزدیک. یه عکس بگیریم که بذاریم برای کاور. خب کافیه. خب مرسی از همه دوستانی که با ما بودن. ما هم اینجا بوی ترشی و خیارشور گرفتیم. آره مرسی از همه، مرسی از تو حجت عزیز و مرسده گرامی. امروز جلسه بود که دیگه با هم بودیم، امیدوارم گاهی بتونیم از این جلسات داشته باشیم. و اگر پیشنهاد و انتقادی هم دارین توی چت به ما بگید که این جلسه چطور بود، به خود از این آزمایش اول جلسه چطور بود، آزمایش آخر جلسه هم بود. آخر جلسه آره دیگه. همین مسیج نکته‌ای داری؟ نه ممنونم از همه دوستان که گوش کردن به ما و به امید دیدار. مخلصیم. مرسی از همگی. شب همگی بخیر. وقت همه عزیزان هر کجا که هستید بخیر. تا هفته دیگه.